شما. دوستان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوشی، خوبی، زیبایی، سلامت پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی بهتر در انتظارتون باشه. یه چیز رو فراموش کردم و اینه که باید به اینم بگیم ما رو از کجا بگیر. آها، گرفت، درست شد و کامرای دور رو باید خاموش کنم. بله، گفت ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و با دوستات بخوری. اینم از این ماجرا. ولی امروز یه فیلمی رو دیدم که واقعا آدم قلبش آزرده میشه. فیلمی از دست فروشان در ایران. به نظر شما چه باید کرد؟ اگر شما یکی از مسئولین شهرداری بودید یا مسئولین دولت بودید، دستور میدادید چه کار کنن با این دست فروشان؟ و خب همه ما میدونیم دست فروشی به اصطلاح بدون اجازه است و شما وقتی دست فروش میاد جلوی مغازه‌ای، این میتونه چیزای همین مغازه رو ارزونتر بفروشه، چون نه مالیات میده، نه اجاره میده، نه پول آب و برق داره، بعد نه روزای برفی و گرما داره که مردم نباشن، اون روزا نمیاد، روزایی که خوبه میاد. چه باید کرد واقعا؟ زنگ بزنید، پیام بذارید، پیاماتون در برنامه آینده پخش میکنم. یا اینکه اجازه بدید من یه چند تا دوست دیگرم اینجا دعوت کنم. دوستان این برنامه رو لطف کنید شیر کنید با دیگران و به ما هم یاد بدید که پروگرامی میشناسید، بلد هستید که ما بتونیم تعداد بیشتری رو دعوت کنیم به این برنامه ها. و اینجا هنوز فیسبوک ما بسته است، متاسفم از این بابت. بذارید این رو بیارم با مردم هم، مردم تیوی هم شیر کنم. بله، خب اون ویدیو رو بهتون نشون میدم و اینجا هم می نویسم سوربی، چون قبلش کانون آوا برنامه داشت، برنامه بسیار خوب با دو نفر از دوستان، یکی خانم زهرا معینی و دیگری آقای سید امیر موثقی صحبت کردیم. و اگر اون برنامه رو نبودید و ندیدید حتما ببینید، هم روی فیسبوک باقی میمونه هم به اصطلاح روی یوتیوب تا ساعاتی دیگه قرار میدن دوستان. و خود تلویزیون مردم هم هر روز بازپخش میکنه تا روز دوشنبه هفته آینده. یک بار دیگه خدمتتون میگم که امروز دوشنبه 31 دسامبر سال 2018 است، آخرین روز از امسال و 10 دی ماه 1397. آمریکا دیگه مثل ایران نیست، چون قرارداد گذاشتن هر سال ساعت 12 شب به اصطلاح سال نو میشه و دیشب داشت نشون میداد این توپ بزرگی که از اون بالا میاد فلسفهش چیه. حالا نمیدونم پتیک میدونی یا نه، چون پتیک منو خوشحال میکنه هر وقت من یه چیزی میگم، اون بعد برام مینویسه که من این رو امروز یاد گرفتم، بسیار خوشحالم. و میگن که این اون زمانی که ساعت و اینها نبوده و همه ساعت نداشتن، مثلا در میدان اصلی شهر گویا از انگلستان هم رسم شده، این توپ رو می آوردن پایین که مردم بفهمن سال تحویل میشه. توی ایران میگفتن موقع تحویل سال اگر یه تخمرغی رو شما روی آینه بذارید، تخمرغ آبپز باشه، این میچرخه. بعضیا باور دارن که تحویل و تحولی اون موقع انجام میشه. یکی دیگه از دوستان باز از کانادا زنگ زده بود، از پیام ایشون ممنونم، درباره خانم دکتر زنوسی صحبت کرده بود که آقای سوربی، این دوستانی که میخوان به دیگران کمک کنن، چرا وقتی ما میخوایم کمک کنیم اینها سرویس بهتری ندارن؟ گفتم آخ، دوستی که از کانادا زنگ زده بود، یک بانوی عزیزی هست که هر وقت ما گفتیم کمک، اینها کمک کردن. گفتم خواهر عزیز، شما مدینه گفتی و کردی کبابم. این دوستان وقتی میان، یکی از افتخاراتشون اینه که مثلا صلیب سرخ اینقدر درصد از درآمد رو باید هزینه کنه و ما چون این کار رو خودمون انجام میدیم 100% به دست اون دوستان میرسه. ولی من بارها گفتم شما یادتون باشه 100% 100 دلار 100 دلاره، ولی 10% 100,000 دلار 10,000 دلار میشه. گاهی وقتا بهتره که درصد کم باشه ولی مقدار بالاتر باشه. در صورت
اون چیزی رو که شما میگید کاملا متوجه هستم، ولی در رابطه با خانم دکتر زنوسی و اون مانی اوردری که شما پست کردید و اون اعتصاباتی که در پستخونه کانادا بوده، من به خانم زنوسی گفتم، ولی ایشون گفت من دارم میرم ایران و بعد از میخواد قبل از اینکه زمستون بشه به اصطلاح بیشتر کمک کنه به ایرانیا، و گفتن که وقتی که برگردم باز با در برنامه شما صحبتی میکنم. من بهشون گفتم من از شما خواهش میکنم خودتون یه برنامه جدا داشته باشید، خودتون جوابگو باشید. حالا این بنده خدا تلفن داره، تماس که میگیرن صحبت میکنه، ولی از لحاظ تلفن، فیسبوک، ایمیل یه کمی اول کارا رو ردیف کنین. گفتم بدون در شیراز یه ضرب المثلیه، کاش که یه ضرب المثل بهتری براش درست میکردن. میگفتن که اگر میخوای چیزی بخوری قاشق اون چیز خوردن رو اول باید فراهم کنی. و نمیدونم، بالاخره من هم بارها گفتم دوستان هدفها و گلهای بسیار عالی دارن، باید ببینن چه ابزاری دارن، بعد با توجه به اون ابزار و اون وسائل برنامهشون رو ردیف کنن. و الا من میخوام در سر تا سر دنیا امشب یک آدم گرسنه نباشم. آرزوی خوبیه، گل خوبیه، هدف خوبیه. آخه یکی میاد میگه آقای سوربی میخوای چجوری انجام بدی؟ من میخوام 4 تا مرغ بگیرم ببرم بدم تو واشنگتن 4 تا گشنه. خب این که میشه، نمیشه همه دنیا. ببینید یک کمی باید از این که بخوایم همه دنیا رو درست کنیم تخفیف بدیم، از دوربر خودمون شروع کنیم. در صورت ممنون و متشکرم. تام جوان که عکس چگوارا رو هم گذاشته، نوشته مثل همیشه عالی جناب سوربی، درود بر شما. آقای تام جوان، شما که فیسبوک استفاده میکنی چرا عکس دیگران میذاری؟ عکس خودتو بذار. به منم نگو تو ایرانی، ایران میگیرن، میبرن، میزنن، میکشن. آقا آقای حالو میشینه میاد توی سالن قهوه و چایی و خانمام تا اینجا کلاهشون رفته عقب، حجابشون رفته عقب، شعر میگن، فوش میدن، تهمت میزنن، حقیقت میگن، هیچ آب از آب تکون نمیخوره. آقای محمد نوریزاد اصلا دیگه جنگ علنی رو راه انداخته، هیچ چیز نمیشه. ولی شماها میگید ما تو ایران هستیم نمیتونیم عکس خودمون بندازیم. یعنی واقعا، حالا من نمیدونم شما هستی یا نه، واقعا فکر میکنی شما اگه تو ایران باشی فقط به این دلیل که به جای عکس خودت عکس چگوارا رو گذاشتی یا عکس احمدی نژاد رو بذاری که بهش میگن چه ناگوارا، اون چه گوارا، چه گوارا، این یکی چه ناگواراست، اون وقت دیگه دولت نمیتونه شما رو پیدا کنه، شما رو نمیتونه بشناسه. خب نکنید، این کار دست کم گرفتن دشمنتون هست. من میخواستم اول برنامه، دیدید وقتی میرید یه جای ختمه، اون سخنران که میاد میگه اول برنامه مثلا یک دقیقه سکوت کنیم به خاطر به اصطلاح چی میگن بزرگداشت اون مرحوم مغفور، نمیدونم از این چیزایی که بلدن. من میخواستم بگم اول برنامه من یک دقیقه سکوت میکنم، هر چی دلتون میخواد تو ذهنتون، تو مغزتون، تو عقلتون فوش بدید به آخوندا تا بعد برنامه رو شروع کنیم و موضوع تاپیک امروز رو بذاریم همین. با این دست فروشا در ایران چه باید کرد؟ بذارید من فیلمش براتون پیدا کنم بهتون نشون بدم، که یک ویدیویی هست به نام من دست فروشی میکنم و صحبتای جالبی هست. البته اون کسی که برای من فرستاده بود نوشته بود که این خانم میگه که 5 تا دخترش به اصطلاح تن فروشی میکنن و این حالا هرچی. بعد که من فیلمو نگاه کردم دیدم که نه، این دوستمون متوجه نشده. یه خانمی میگه من اینجا دست فروشی میکنم، دولت میاد مزاحم من میشه، شهرداری میاد چیزای منو برمیداره میبره، بازداشت میکنه، توقیف میکنه، جریمه میکنه، ولی اون خانمی که میره 5 تا از دخترای جوون رو برمیداره توی یک خونه ای فاحش خونه را میندازه، نمیرن دنبال اون. این برداشت من بود. ولی این فیلم رو، البته این 6 دقیقه و نیم هست، طولانیه، ولی یه مقدارش رو نشون میدم که شما ببینید کلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم و بیاین چیز کنیم، به اصطلاح در این مورد نظر بدید، صحبت کنید. من یه مقدار چشمام ناراحته به خاطر این نور زیاد، میخواستم امروز چراغ خاموش بیام خدمتتون. ماجرای چراغ خاموش ترامپ میدونید که این احمق بلند شد رفت عراق
بعد از اینکه همه اینجا رو گند زد و هی بهش گفتن آقا همه رئیس جمهورا تو زمان جنگ میرن و میان، با ترس و با لرز وقتی که دیگه مطمئن شد هیچ اتفاقی نمیفته بلند شد دست عروسکش گرفت رفت عراق. اونجا که رسید چند تا اشتباه فاحش و بزرگ، چرا این کلمه فاحش رو هم اونجا استفاده میکنن برای فاحشه هم اینجا برای بزرگ و اینها، در هر صورت اونجا این نشون داده کجا بوده چجوری هواپیما میشینن اینها، که خطراتی رو برای سفرهای بعدی به اصطلاح ارتشیایی که در عراق هستن این با نفهمی خودش درست کرد. و اما یکی از ایناش این بود که چراغ خاموش رفته، یوتیوب لایو آل گود، خیلی ممنون. این روزا تا آخرش میخونم که یه وقت اشتباهی نزنم. دوستان عزیز آقای فرزاد شبستری هم یکی از ستونهای این منطقه و دیدید مثلا میگن ستونهای تخت جمشید، ایشون یکی از ستونهای ویرجینیا است و یکی از دوستان خوب و عزیز ما، امیدوارم ایشون رو هم در برنامه‌های آینده داشته باشیم. اسم فرزاد شبستری رو که بذارید یا یک ویدیوی آقای شبستری، یه لینکی از تمام ویدیوهات بذار توی فیسبوک. اینم از قبل از اینکه بریم، ایشون نوشته هپی ام ام اکس آی اکس، این چیه 2019 رو اینجوری نوشتی؟ این عددهای یونانی هم وقتی می نویسن من همیشه اشکال دارم، مخصوصا 4 و 5 که یکیش این وره وی آی میذارن یکیش اون ور، آدم یادش میره. و الان که دیگه عدد آمده و درست فهمیدیم که اون اشتباه بوده، یک 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 بنویسن بعد وی بنویسن بعد 12 رو نمیدونم اینجوری بنویسن، اینا بهتر هم عددهای معمولی رو استفاده کنید. در اصل ممنونم، منم سال 2019 رو به همه شما دوستان تبریک میگم. آقای دکتر شهرام ایران بومی هم برای شما آقای ایران بومی سال خوبی آرزو میکنم. آقای زمانیان هم نوشته من هم اول عکس نداشتم ولی دو ساله که به گفته شما عکس گذاشتم. خب دنبالش هم بنویس، هنوز هم هیچ اتفاقی برام نیفتاده و مثل یک دسته گل میچرخم و میگردم. دوستان عزیز بریم با هم این ویدیو رو تماشا کنیم. موضوع تاپیک برنامه امروز چه باید کرد اگر شما یکی از مسئولین و دست‌اندرکارانی بودید که با این معضل روبرو بودید، چه کار میکردید؟ مثلا بگید ما به هر دستفروشی انقدر میدادیم میگفتیم برو مغازه باز کن، بگید به هر دستفروشی میگفتیم تا موقعی که بیکاری بیا انقدر ماهیانه بهت میدیم، یا به هر مغازه‌داری میگفتیم حالا که این دستفروشی آمده جلو مغازه شما ما به شما انقدر میدیم. هر راه حلی که به نظرتون میرسه بگید تا در برنامه اولین برنامه 2019 صدای شما رو پخش کنیم، ایمیل های شما رو بخونیم و تکس های شما. در تلویزیون مردم شما هم میتونید صحبت کنید به وسیله پیام، به وسیله تکس، به وسیله فیسبوک، به وسیله ایمیل. بفرمایید با هم بریم این ویدیو رو ببینیم. اینا پخش نکنی، ببین مرد نیست، نامرد روزگار نیست. قرار بود جات اوتو بگیره که مردم جل اونا سوره جاته را دل نکنی مرد. گونما یعنی بیت چه تو بگیا؟ این پولو من مرد استفاده کنم حداقل یه مسافرت برم. الان چند سال یه مسافرت نتونستم برم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ساعت معبر که اصلا هیچ فدا معبر اومد به اجازه نمیده. ببین شما اونجا رو نگاه کنید، همین ببین مامورین مثل گزنه میان طرف این بند خدا. دوستان ببخشید این گزنه یعنی چی؟ چون من توی شیراز یه چیزی بود، یه چاقو مخصوصی بود کفاشا داشتن، اونجا بهش میگفتن گرزن و اینم خیلی جالب بود، از یه تیغای چیز خودشون درست میکردن و به اون میگفتن گرزن. حالا اینشون میگه که این ماموران مثل گزنه میان اینجا، یعنی معنیشو من نمیفهمم. ولی جالبتر این بود که میگه من اینجا هستم دارم دستفروشی میکنم میخوام برم مسافرت چون خیلی وقت مسافرت نرفتم. این که خیلی ببخشید بفهم. دوستان
دوستان نگاه کنید چه ابتکار قشنگی به خرج داده. طرف میاد با یه سری چوب و مقواهای جعبه، مقواهای خالی میوه و اینها، اونجا برای خودش اصلا یک اینجا چی میگن به اصطلاح مثل یه نمایشگاه درست میکنه، یه شوکیس درست میکنه، روی این جوی آب رو میپوشونه، بعد روی اون میاد ویترینش رو علم میکنه. ولی خب یادتون باشه اینا بعد از اینکه کارشون تموم شد هیچ تعهدی ندارن این قوطی‌های خالی رو ببرن، میریزن همونجا. ولی اون بیچاره‌ای که مغازه داره، جلو مغازه‌اش شده پر آشغال، اینا رو هم در نظر بگیریم. اون بیچاره بابا و فامیل یه بیچاره در ایران و ما اینا رو در نظر نمیگیریم. من اگر برم جنس بخرم همین توی آمریکا، توی آمریکا دوستان اون لینک رو پیدا کنید که یه سیاه‌پوستی وایستاده بود سیگار رو جعبه‌ای می‌خرید ولی تک تک یا نخ نخ می‌فروخت، پلیس آمد و گرفت و درگیری مرد، کشتنش. یعنی گرفتن اینو بکش بکش، هی میگو من نمیتونم نفس بکشم، به خاطر دست فروشی طرف رو گرفتن و مرد. این آمریکاست. حالا اگه ما بگیم آقا آمریکا اینجوریه، ایران چه باید کرد، دارم میگم گفتم بهتون ها، این مأمور جمهوریه، این همون آقاییه که داره دست فروشی میکنه که بره مسافرت چون استرس زندگی خیلی بهش فشار آورده. یه کنار خیابون شب عید بگذرونه طوری رفتار میکنن که اینجوری جمع کنن وسایلش، این که جمع کنن، این که من الان خودم هم نیان جمع کنن شانس آوردیم. دست فروشا اذیتت نمیکنن اینجا؟ چرا؟ بله آقای زمانیان ممنونم از شما. میگن گزنه یک گیاه دارویی است که اگر به دستت بخوره دستت شروع میشه به گزگز کردن. اینجا هم یه چیزی داریم الان یادم رفته اسمش، ولی اگه دست یا پاتون بخوره بهش خدا نصیبتون نکنه، تابلایی میزنه و میخاره و توی این تابلا آب جمع میشه و اینها، که نگو و نپرس. ممنونم. خانم تننازی هم میگه گزنه گیاهیست وحشی رونده خودرو با برگای سبز که چنانچه با بدن انسان تماس پیدا کند چنان میگزه که سوزش و دردش بیچاره میکنه. احتمالا همین چیزیه که اینجا هست، الان یادم رفته اسمش، و یک شکل خاصی هم داره برگاش، پنج قسمتیه که با یاد گرفتن این به اصطلاح شما ازش دوری میکنید. بفرمایید. واقعا یه موزله اینجا و این که شهرداری هم اصلا هیچ کاری انجام نمیده. ما شکایت هم کردیم ولی خب به جای شکایت هست دست فروشا کردیم. بله. برای چی؟ برای اینکه جمع بکنن. خب نگاه کنید دوستان، دو تا طیف ایرانی روبروی، نه طایفه نه، دو تا، یکی فروشگاهی که خب این آقا شیک مرتب منظم، احتمالاً پدرش اینجا رو داشته یا خودش داره کار میکنه برای یک کسی که پول داره و میتونه مغازه‌ای داشته باشه، فروشگاهی داشته باشه، ویترین ویترینش هم تمیز و قشنگ، و این میگه ما شکایت میکنیم به شهرداری، شهرداری ترتیب اثر نمیده. همون شهرداری که وقتی به اونوری میاد میگه چیاتو جمع کن برو، اون بیچاره میخواد خودش آتیش بزنه. وای میسن مردم به اون ماموران شهرداری فوش میدن که آقا خب این چه کار کنه، اگر اینجا رو ببندید شما این بره مواد بفروشه. حالا شما به من بگو اگر شما یکی از مسئولینی بودید که میتونستید کاری انجام بدید اون کار چی بود؟ همین که چهره این خیابون رو زشت کردن، چهره شهر ما رو چیزای دیگه خراب کرده، نه اینا. چیا؟ جوانایی که میشنن کنار خیابون چرت میزنن، اینا که مواد میفروشن، اینا خراب کرده، نه که اینا نیمه شده دارن نون در میارن. من یه کارخونه دار بودم، چرت کارگر داشتم، کارگرا الان بیکار شدن. شما کارخونه دار بودی؟ بله. درس هم میخونی؟ درس هم میخونم بله. چکار میکنی؟ از من یه باقری ورشکسته هستم، در سال 80 کم آوردم، زدیم بیرون یکی دو سال افسردگی گرفتیم، چیکار کنیم چیکار نکنیم، اومدیم خونه با خانممون تصمیم گرفتیم که ببخشید دوستان، این دوستمون میگه ورشکست شده بعد زدیم بیرون، یه بار دیگه گوش بدیم منظورش از زدیم بیرون کجاست، یعنی آمد خارج گرفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، اومدیم خونه با خانممون تصمیم گرفتیم که البته ایشون قبل از سن میخونم بله چیکار میکنیم از من یه باقری ورشکسته هستم، در سال 80 کم آوردم،
زدیم بیرون یکی دو سال اسودگی گرفتیم. چیکار کنیم چیکار نکنیم، اومدیم خونه با خانم تصمیم گرفتیم که البته ایشون قبل از من تصمیم گرفتن سبزی و ترشیجات و من دو تا بچه دارم. دو تا دختر. بله. یکی دانشجو جوان 20 سال دست فروشم جوان، دست منو ببین خود به خود می‌لرزه. اعصاب منو کلی مامورای شهرداری نیروی انتظامی خورد کردن، اومدن وسایل منو کردن تو جوب. یه ذره یارو دروش مروش باشه، دیدم که یارو مثلا یه خط اینجای صورتش خلافکاره، میدونن که این اگه بره سر بساط کسی میتونه بزنه یارو رو، زورش میچربه، اونو میان استفاده میکنن میذارن روی این قضیه. پریروزا درست پیش دوباره اینجا جربت شد که کلی مامور ریخت تو سرم، من جیغ داد زدم، هیچکی بچه های اینجا هیچکی حرف نزدن، خودم شخصا از خودم دفاع کردم. آقا من یه بنده خدایی دیدم پیره مرده کل سرمایهش مثلا 50,000 تومان نمیشه بادکنک و اینا گذاشته بود، بابا اونو برداشتی از اون گرفتی بردی؟ آخه خدا رو خوش میاد یه لحظه گوشه دلت نمیلرده که بابا اون بدبخت خب بره گدایی کنه چی کار کنم؟ خرج زن و بچه رو از کجا بیارم بدم؟ برم دزدی کنم؟ برم فریاد بزنم؟ برم تو خیابون شورش را بندازم؟ نمیدونم خدای بهش فکر نکردم، اگه جلوی ما رو بگیرن نمیدونم چی کار کنم. یه مقدار شیشه و هروئین و فلان اینا و راه میفته تو پارک‌ها و فلان که همه جا هست دیگه. خب تکلیف من چیه؟ من کجا در بیارم؟ مثلا خرج و دخلم من کجا در بیارم؟ دوزی؟ دوزه اون ساقی احتمالا ساقی میشه. فرض کنیم مثلا بیوست میخواد بیاد نون حلال و آبرومند در رو آبرومند زندگی کنه، ولی متاسفانه وقتی که این فرصت رو ازش میگیره مجبور دست به کارهای دیگه بزنه. زنی طلاق گرفته، جوان خونه گرفته، خونه آپارتمانی گرفته، 5 تا دختر میاره تو اون خونه واسه خودفروشی. من نوعی داره دستفروشی میکنم، چرا به من گیر میده مامورا؟ من اگه میخوام با آبرو زندگی کنم، با شرف زندگی کنم، اونی که ولگرده من مامورای نیرو انتظامی چرا جلوی اونا نمیگیره؟ آدم ضعیف همیشه ضعیفه. خب این اونجایی که من نظرم بود بهتون نشون دادم که خانمه میگه که ایشون دست فروشی میکنه چرا میان مزاحمش میشن، ولی اون کسی که میره یه خونه را میندازه و اینها. اون دار چیزی که بهتون گفتم بهش میگن پویزن آیوی به انگلیسی. و سعید جان خیلی ممنون، اونی که شما نوشتی گزمه تو شیرازم میگفتن، گزمه، شبگرد، پاسبان اینا رو میگفتن، ولی این یکی گزنه هست با نه، نون، نون مثل نون خوردن. حالا میگه او دوباره گفتی نون، من گرسنم شد. ما نمیدونیم از دست اینا چی کار کنیم، میگیم نون، این یکی میگه گرسنم شد، این میگه ساقی، میگه عوض شراب کردم، این پسره میگه من نمیرم دزدی کنم و چیز، میرم ساقی میشم. دوستان تو ایران یه شغل جدیدی را افتاده به نام ساقی، نه اون ساقی هایی که من و شما میدیدیم در شعر حافظ و سعدی و خیام و اینها، یا ساقی هایی که توی اغذی فروشی های زمان شاه یا توی کافه و رستوران اینها بود، ساقی هایی که اینها مسئول فروش و پخش مشروبات الکلی هستن به افرادی که میخوان بخرن، که تو اونم اون روز بهتون نشون دادم که چه شبکه های دست دارن، مشروب های قلابی، الکل، الکل اتیلیک و الکل های رابین الکل اینجا بهشون میگن، به مردم میدن و چه مشکلاتی پیش میاره. احتمالا اون کسی هم که مثلا الکل خورده کور شده نمیره بیمارستان بگه من الکل خوردم کور شدم، دیگه نمیدونم اینا مشکلات. ولی این موزل رو شما بگید، اگر یکی از مسئولینی بودید که اگر شما چیزی میگفتید فردا این عملی میشد چه کار میکردید؟ اینم از این ماجرا. درباره ترامپ هم اینجا یه لینکی هست من براتون بردارم، میگن ساقی، مواد فروش، اصلاح، اصطلاح بنگی هاست، ای به اونا میگن ساقی، من نمیدونستم. پس آقا من خیلی چیا رو نمیدونم. من این کپی لینک ترامپ رو میذارم اینجا، برید ببینید ترامپ با این دهن گشادش چه ضربه هایی به آمریکا و آمریکایی ها میزنه. بعدم اونجا که رفت بهش گفتن خب شما نترسیدی آمدی اینجا؟ گفت چرا؟ بعد فوری فهمید چی گفته، گفت البته من به خاطر خانمم ترسیدم، گفتم این چه اتفاق میفته. همه میخندن میگن مردک تو از خدات این یه بلای سرش بیاد بری با این لگوری مگوری ها خوش باشی. خب اینم از این ساقی نوشته مواد فروش اصطلاح بنگی هاست، ولی من برای الکل خودم شنیدم که میگن اینجا آقا الکل هست، زنگ میزنیم ساقیمون میاد. بعضی هم
حتی مسخره میکنن میگن طرف باید ساقیشو عوض کنه، یعنی چیز بد بهش دادن. بله میگه ساقی میشم، یعنی میرم مواد فروش میشم. ولی اون یکی اونم میگه برم شیشه و چیز و اینا بخرم بدم به این و اون. خب اعتصاب کارگران هفت تپه و فولاد اهواز جلوه ای از قدرت طبقه کارگر. طبق معمول ما چون رهبر نداریم، حالا یه عده ای عقب افتاده اینا وای میسن. وقتی مردم یه کاری میکنن اینا اون پشت میان، ببخشید، فکر میکنن مردم بره های اینا هستن و اینا چوپان هم. در صورت که همون چوپان هم یه تکنیک خاصی رو بلد شده. شما گاهی وقتی فکرش بکنید یه بچه 14-15 ساله با یه چوب یه 2000 تا بره رو می آورد بیرون، می برد توی این جاده ها، توی کوه، کمر، همه اینا رو صبح می برد، همه اینا رو برمی داشت می آورد. یعنی اونم یه نوع رهبری داشت. بله درسته، رهبر همیشه هم مثل جنگای قدیم شمشیر ور نمی داره اون جلو باشه، مخصوصا این روزا با این تکنیک و اینها اون پشت وای میسن. ولی اینها که ادای اپوزیسیون و رهبران رو در میارن، حقیقتا عقب افتاده های فکری، سیاسی، اجتماعی هستن. وای میسن، مردم که یه کاری میکنن شروع میشه. آقا رضا پهلوی میپره وسط، طرفداراش میگن این بوده. رجوی مرده میاد بیرون از قبر میگه من بودم. نمیدونم الان این یکی سازمان سیاه کل احتمالا میگه ما بودیم. آقای منصور اصالو تو نیویورک از جان خودش نمیتونه نگهداری کنه، به گفته خودش داره اونجا رو رهبری میکنه. جبهه ملی و دیگران هم که دیگه نگو و نپرس، خودشون نمیتونن همین دوتا و نصفی که هستن با هم باشن، هی میشه جبهه پنجم، جبهه ششم فلان. ضمناً برای آقای احمدی نوشتم، آقای احمدی میگه که من برنامه‌های شما رو نگاه میکنم و میدونه معمولا من چی گفتم و اینها. نوشتم آقای احمدی اون تعریفی که شما از جبهه پنجم کردی تموم شد، حالا جبهه ششم، اینجوری نیست عزیز من. به نظر میرسه که مشکلاتشون و دعواها عمیق‌تر و بیشتر از اینه. خانم طنازی می‌نویسه آیا مأمور انتظامی دست فروش را جمع میکنه واسه این که صاحبان دست فروشی بهش پول بدن یا تا قانونی بشه؟ چون که اینجا هم هست و بساطشون به نام بازار مارکت است و طرف کارش رو انجام میده و پلیس هم مزاحمش نمیشه. نه 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 خانم اشتباه نکن، من هنوز بهتون گفتم یه انبوردرسی دارم که با دوستم جواد توی آلمان رفتم فلی مارکت، اونجا میگفتن فلو مارکت، خریدم یه مارک و بهترین انبوردرسم است. اون فرق میکنه که من بیام مثلا برم تو جورجتاون، یه ماشین داشتم، کتاب و اینا گذاشتم، بیام درست جلوی کتاب فروشی مثلا حالا میگیم ایران، من یه میز 30 دلاری رو باز کنم، تازه میزم باز نکنم، مثل این آقا قوطیای خالی رو بذارم رو هم، کتابا رو بذارم بفروشم، کتابی رو که اون میده 25 دلار من بنویسم 10 دلار. شما از کی کتاب میخری؟ شما از کی کتاب میخری؟ از 10 دلاری میخری یا از 25 دلاری؟ بیشتر مردم از این 10 دلاری میخرن چون همه دنبال قیمت کمترن. وقتی شما از این میخرید 10 دلار داری چی کار میکنی؟ داره تشویق میکنی اون مغازهشو ببنده فردا اونم بیاد اینجوری غیرقانونی کار کنه. اون چیزی که شما میگی فلی مارکت، نمیدونم بازارهای چیه، اینجا هست وینا مارکت، از یه ماهی، از ماه اپریل تا ماه نوامبر مردم میان محصولاتشون میذارن، نونوایی میاد نونشو میذاره، اونی که موزیک میزنه میاد سیدیاش میذاره. ولی یه جایی اونجا رو یه نفر اونجا رو اجاره کرده، شما تماس میگیرید، بهت میگه برای چند بار میخوای، میگی یه هفته، میگه اینقدر، اگه هر هفته بخوای اینقدر، 10 در 10. شما برید قبل از اینکه اینا چادرهاشونو بزنن آمده با اسپری رنگ میخ معلوم کرده اینجا تا اینجا، شما نمیتونی یه فوت بذاری اون ورتر، اینا قانون داره، همون هم قانون داره. اون چه کار میکنه؟ میگه طرفی که مزرعه داره، شما که نمیتونی بری مزرعهش، اونایی که دوست دارن اینا، اونم یه جوری قانونیه باز. در هر صورت این نیست که شما میگی طرف بیا بهش بگه پول بده براش قانونیش کنه، اون نمیتونه قانونی کنه. به اون دستور دادن برو. تو زمان شاه هم میمدن ترازو و سنگ ترازو اینا رو برمی داشتن میبردن. دستفروشایی که میمدن سنگ و ترازو داشتن، طرف نگاه میکرد میگه من که نمیتونم میوه های اینو ببرم، سنگ و ترازوشون رو برمی داشتن میبردن.
دوستان این مشکل، این معضل از زمان شاه هم بود، زمانی که ما انقدر پول داشتیم که به همه میدادیم، اصلا دست دادنمون خوب شده بود. دقت نمی‌کنی. من چند روز پیش با یکی از دوستانی که طرفدار پادشاهی صحبت کردم، گفتم شما هر چی میگی از خوبی این دو پادشاه من قبول دارم. شما میتونی سه تا اشکال بگی توی 57 سال، سه تا اشتباه، سه تا اشکال بگی؟ شروع کردن دوباره اینا مدرسه ساختن، ما کچل بودیم، من نمیدونم خانواده اینا همه شپشو و کچل بودن، ما نداشتیم. پدر بزرگ بنده که مثلا دوره قاجار بوده، فکر نمیکنم مادر بزرگم میگفت واخ 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 این احمد وقتی اومد خونه چقدر شپش داشت. حالا بگذاریم، شاید ما شیرازی ها شپش کمتر از شما داشتیم. بعد دیگه اون دوست دیگه مون که اونجا بود، گفت آقا یکی از اشتباهات رضا شاه بود این بود که آخونده رو مثل فلانی نریخت. میگم مثل کی نریخت تو دریا؟ رضا شاه آخونده پادشاهش کردن. اگه بگی بله اشتباهش این بود که مثل آتاتورک نیومد، مثل یک انسان قرن بیستم بگه من میخوام رئیس جمهور باشم، اون من با شما هستم. و الا رضا شاه سرسپرده آخونده بود. برید همین نمیدونم ماجراشو تا بعدم نمیدونم مصدق و فلان اینها، آیت الله فلانی، آیت الله کوفت، آیت الله زهرمان، این مزخرفات چیه؟ بعد دروغ می‌نویسن میخوان تاریخو عوض کنن. یه نفر برای من نوشته بود که ببینید کسروی به شاه چی گفته بود. شما اولی که میخونی میگی نگاه کن شاه حرف کسروی رو هم گوش نداد، ولی آقای آریانپور که دقتش بیشتره و تجربهش بیشتره نوشته بود سوربی اصلا این غلطه، همچین چیزی رو شاه نمیتونسته به کسروی بگه، چون اون موقع این تاریخی که میگه نقل سپاه دانش و فلان اینا نبوده. اونم براتون میخونه. بله اون من متوجه نمیشم که شما آیا من منظور. بعد خانم طناز عزیز، وقتی یه چیزی رو به عنوان تاپیک برنامه اعلام میکنن، شما سوالات منو با 6 تا سوال دیگه سوال نده چی میگم جواب نده. من از شما سوال میکنم، شما که تو فرانسه هستی، تو دنیا گشتی، دنیا دیده هستی، این موزلی که زمان شاه نبوده، چون حالا اگه بگیم ناراحت میشه، زمان شاه نبوده، همون شبی که 22 بهمن شد تمام این بیکاری ها آمد و این دستفروش ها آمدن جلو چیز. والا خود من پسرمون یه تابستونی به من گفت که تو چرا میری برای شوهر عمت کار میکنی نجاری کار سخت، بیا اینجا. من یه کاری پیدا کردم تو خیابون زند. گفتم چیه؟ گفت دستفروشی میکنی. گفتم دستفروشی یعنی چی؟ گفت که این لباس و اینا که اتفاقا کرست زنها رو هم میفروخت، ولی حالا اون چقدر زرنگ بود. اون یه مغازه‌ای پسرموی منو استخدام کرده بود، پسرموی منم منو استخدام کرده بود، احتمالاً یه کمیسیونم از حقوق من در میگرفته، ولی با هم سینما میرفتیم و اینها. اون مغازه فروشه برای که کسی دیگه نیاد جلوش دست فروشی را بندازه، ما رو استخدام کرده بود، ما جلوش دست فروشی را مینداختیم. خودش صبح میز رو میزد برامون. حالا میز اونجا تو ایران از این تاشوا که نبوده، 4 تا آجر میذاشتن، یه تخته میذاشتن، اینا میزد این چیزها رو پخش میکرد، ما میمدیم چند ساعت کار میکردیم. یعنی به این وسیله این آقا محدود کرده بود، نمیذاشت کسی دیگه بیاد جلوش دست فروشی باز کنه. چه باید کرد؟ خب آقای سوربی، دوران شاه جوانها کفش های لاستیکی پا میکردن، مدرسه ما همه اینطور بودن. والا بعضی ها کفش لاستیکی هم نداشتن. من خودم میگم حقیقتش، یه کفشی داشتم آب میرفت توش، آرزوم این بود که یه چکمه از کفش ملی بخرم. چکمه های کفش ملی، چکمه هایی که اینجا برای بارون فقط میپوشن، یک بو گندی میده، توش هم یه چیزی زده بودن که بعد یه مدت پود میشد میرفت، برای که کفش معمولی آب میرفت توش. ما اونجا نداشتیم مثلا که این کفشو بپوشم یا اون کفشو بپوشم. یه کفش داشتیم، سوراخ هم میشد، حالا باید همینجور بگردیم تا بگن عید بشه برات بخریم یا بگن اول مدرسه میشه برات بخریم. ولی نگو اینو آقا، دیوانه ای آقای زمانیان، میخوای فوشت بدن؟ اصلا در زمان شاه به غیر از این که تو مدرسه خوراک مجانی میدادن، روزی 2 تا کفش هم میدادن. ما هر روز یه کفشی با رنگش میپوشیدیم. روز شنبه کفش مشکی میپوشیدیم، روز یه شنبه قهوه‌ای میپوشیدیم. آخه با دروغ بگیم دیگه، دروغ نگیم که نمیشه که. در اصل اتصال کارگران هفت تپه اینو یه وبسایتی به نام
سیاه کل برای من فرستاده، گفتم شما هم میتونی در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، ولی معمولا اینا نمیان، اینا دنبال یه جای میگردن مجانی حرفی بزنن و برن. و الان ایرو نیوز یا ایرو نیوز یا ایرو نیوز گفته، سلیمانی گفته مبنای انجام عملیات لو رفتن نبود. رضایی کربلای چهار، رضایی گفته کربلای چهار نبود، هنوز جنگ ادامه داشت. میدونید که هفته پیش رضایی آمده یه صحبت کرده، گفته ما یکی از این عملیات رو گذاشتیم که دشمن رو فریب بدیم. حالا نمیدونم، آمدن نوشتن 6000 تا شهید شده، 7000 تا کشته شده، 6000 تا مجروح شده. اونای دیگه یقهشو گرفتن گفتن آقا اینجوری نبوده و اینها اینا حالا دارن جر و دعوا میکنن. یعنی دوستان اصلا نگران نباشید که طرفداران مصدق و طرفداران شاه دارن درباره 1332 تو سر هم میزنن. فعلا طرفداران رژیم آخوندی هم، آقای سلیمانی و آقای رضایی، دارن تو سر هم میزنن و ریش همدیگر رو میکشن. وزارت امور خارجه ایران گفت یک هیئت از طالبان افغانستان روز یکشنبه به تهران سفر کرد. افشاگری دستیار پیشین ماکرون گفته با رئیس جمهوری فرانسه در تماس هستند. آتشفشان دماوند آنچنان هم خاموش نیست. من هیچ وقت نمیدونستم که دماوند به اصطلاح آتشفشان هست. میگه که روسیه از بازداشت یک آمریکایی مظنون به جاسوسی خبر داد. خیلی جالبه، اینجا میگیرن میگن این جاسوس روسیه است، روسیه هم بلافاصله میگیره میگه این جاسوس آمریکاست، باید حالا عوض کنی. نتانیاهو گفت بولسونارو دیر یا زود سفارت برزیل را به بیت المقدس منتقل میکند. یه فیلمی هست به نام بیروت، دوستان این فیلم رو ببینید، من تازه نصفش رو نفهمیدم. فیلم برداری جای جنگ فلان تاریک و اینا هست، من نصفش رو نفهمیدم، ولی همون نصفی که فهمیدم، فهمیدم این سیاست چقدر کثیف و پلیده. آقای موثقی داشت میگفت من میام از خاطرات خودم در سازمان مجاهدین میگم که دیگران نرن فکر کنن سیاسی هستن به این سازمان بپیوندن. اولا سیاست یه چیز پلید و کثیفیه، دوما این سازمان یه سازمان بیخودیه. ویدیو جدیدشون رو دیدید؟ سازمان میگه ما 45 50 تا دکتر از آمریکا آوردیم مردم آلبانی رو دوا و درمان کنن، درمان و دوا یا هر چی. باورتون میشه؟ آقای محمد رزاقی میگه من سالها کمردرد داشتم چون اونجا کامیونای سنگین این چیز رو رانندگی میکردم، پنچرگیری میکردم، درست میکردم، به این نمیرسیدن، حالا میخوان برن مردم آلبانی. یعنی ببخشید، اون میگفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، یا آقای اتفاقا رزاقی نوشت گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی، کچل اگر دوایی داشت به سر خودش میمالید. این همه آدم سالمند مریض در آلبانی و شما دکترها رو از اینجا میاری که برن مردم آلبانی رو تعمیر کنن، درمان کنن. بله، این هم از این ماجرا. و ببینیم که باز برای شما چی گذاشتیم. آها، شما میدونستید که نشریه‌های عربی به این آقای نوریزاده، نه نوریزاده، آقای علیرضا نوریزاده که شعر میگفت برای خمینی، روحش بوده خمینی و فلان، آدم‌ها رو که میکشته میگفته دیگه تو داری نهال نمیدونم چی آزادی رو آب میدی. آقای نوریزاده، من فکر میکنم از اون قیافه‌ای که من اینجا دیدم سال 2003، اون لبای سیاه و سیگار اینا، من فکر میکنم یه چیزی میکشه. حالا اگر دیگه حالا نمیکشه خوش به حالش. بهش میگن نوری الکذاب. میدونستید شما؟ خیلی جالبه، مقاله ها رو اگه نگاه کنید مال تلویزیون های این عربا و اینا، بهش میگن نوری الکذاب. خب، و اما همون جوری که امروز آخر سال هست و آخرین روز سال هست و از این بعد مردم دارن حاضر میشن برای جشن و اینا، بزرگترین جشن در نیویورک هست که 1,000,000 نفر میرن اونجا و اینها، هوا هم به شدت خوبه برعکس سالهای دیگه که برف میاد، بارون میاد، سرده، امسال یک نمی بارون میاد اینجا ولی هوا عالیه.
از اون برم این اسلحه فروش ها بیکار نمیمونن و میاد میگه درسته که آخرین روزه، ولی ما حراجمون بجاست، بیاین بخرید اسلحه که اگه با دوستتون دعواتون شد، اگه با معلمتون مشکل داشتین، اگر نمیدونم از سر کار کردنتون بیرون، اونا اینا رو نمیگن ها، من دارم اضافه میکنم، بیاین و برید بزنید بکشید، همه مشکلات دنیا با اسلحه حل میشه. این چیزیه که این ترامپ نادانم فکر میکنه که با همون اسلحه خریدن و اینها به اصطلاح همه مشکلات ما حل میشه. اول جواب آقای آریانپور رو میخونم، بعد براتون مقاله‌ای رو میخونم که ادعا میکنه کسروی به شاه نوشته یا بهش گفته. مینسن ایشون که با عرض سلام و تبریک مجدد سال نو میلادی درباره آقای احمد کسروی مطلب نوشته شده نمیتواند همراه با حقیقت باشد. چرا؟ کسروی در تاریخ 20 اسفند 1324 کشته میشود و در آن سال یا سالها در دوران استثنایی شاه مشروطه به سر می برد و برنامه برای توسعه آموز پرورش و تشکیل سپاهیان دانش و غیره که مربوط به سال 1340 هست در دستور عمل کندی بوده، برای تشکیل آن حتی رویایی هم وجود نداشت. میگه که به گفته شاه، از قول این نوشته توجه کنید، ما با گسترده تر کردن سطح دانش و گسیل آموزش دیده ها به اقصا نقاط ایران، ایرانیان را به مظاهر تمدن امروز و فرهنگ جهانی آشنا میکنیم. اعزام عده جوان، این را آقای آریانپور میگه، اعزام عده جوان دیپلمه کم سواد وامانده که در طویله پادگانهای ارتشی برای چند ماه توسط افسران و درجداران بی سوادتر از خودشان آموزش می دیدند که اکثر ملت بی سواد ایران را در قصبات مختلف با سواد کنند، چه صلاحیتی جز تجاوز به دختران و پسران معصوم روستاییان را به عهده داشتند؟ این شایعات را شاه اللهی ها برای بزرگ کردن رضا شاه و پسرش اختراع می کنند. خب اگر اشاره به روزنامه پیام ما آزادگان و نوشته دشتی می کنند، شماره این روزنامه و تاریخش کی هست؟ چرا اون را ذکر نمی کنند؟ آخه دروغگویی تا این حد ارادتمند هوشند. حالا من اون نامه ای رو که امروز صبح پخش شد و اینا براتون می خونم. میگه که گفتگوی میان احمد کسروی و محمد رضا شاه پهلوی. آنچه در زیر آورده شده گفتگوی کوتاه بین محمد رضا پهلوی و احمد کسروی است که از لابلای روزنامه پیام ما آزادگان به سردبیری دکتر کوروش آریامنش و نوشته های علی دشتی و دیگر منابع گردآوری شده است. کسروی پس از انتشار کتاب های اسلام شناسی و برملا کردن ریشه این دین خرافی و ضد ایرانی مورد نفرین و دشنام آخوندها و مسلمانان خرد باخته قرار گرفت و این موضوع واکنش زیادی در دربار و در خانواده نزدیک خود شاه ایجاد کرد. شاه ایران تحت فشارهای بسیار کسروی را به کاخ فرا خواند و رفتار او را در درگیری با آخوندها و مسلمانان افتراطی برحذر داشت و کردار او را نکوهش کرد. همین شاهی که شما میگید خیلی پیشرفته بوده، شاه اسلام پناه، به کسروی گفته که شما این چیزها رو نگو، میریزه به همون فلان اینا. حالا این میگه کسروی در پاسخ به شاه گفت اگر میخواهی تاج و تخت خود را پایدار و از گزند دور نگه دارید، باید مانند پدرتان. آقا کجا پدرشان چه کار کرده؟ آخونده چه کار کرده؟ سوار درشکشون کرد ریختشون تو دریا؟ بله، باید مانند پدرتان با مردم رو راست باشید و دکانداران دین و دروغگویان را در هم بکوبید و جلوی بازی های زشت دین بازی سیاست مداران و کشور مداران را بگیرید و شما نیز خود را از این بازی های سهمگین و ویرانگر بیرون بکشید، وگرنه سرانجام گوارایی پیش بینی نمی کنم. شاه پاسخ داد استعمار سخت با اینان در پیوند است و کارشکنی می کند و نمی گذارد که کشور روی آرامش ببیند. ما باید نخست نیرومند شویم تا بتوانیم اینها را از میان برداریم و مردم فریبی و دروغگویی را ریشه‌کن کنیم. شاهی که برای مردم فریبی میره
امام رضا زنش رو روسری چی میگن چادر مشکی میکنه، بچه‌ش هم میبره، شاهی که برای مردم فریبی میره حج، و شاهی که از اون ور با این رهبرای خارجی شراب میخوره، با دیگران قمار بازی میکنه، از این ور زن بازی میکنه، از اون ور گویا همجنسگرا هم بوده. ولی این تازه میگه ما باید مردم رو روشن کنیم که کسی نتونه فریبشون بده. هلو آقا، شما خودت سر فریب دهنده ها هستی. و اما شاه باز گفته و اندرزهای کسروی نرفت و زیر بار گفته ها و اندرزهای کسروی نرفت و گفت همون ما با گسترده تر کردن سطح دانش و اینا که آقای آریانپور ثابت کردن اصلا همچین چیزی امکان نداشتیم، چون اینا 1324 کسروی کشته شده، این ماجرای سپاه دانش و مالش و اینها 1340 و 41 انقلاب سفید که صحبت کندی بوده و شاه هم بدون توجه به فرهنگ، به شناخت مردم این کار را انجام داد و موفق نبود. اینجور شد. خب اینم از این. میگه مستر سوربی، خب آقای امیر نعمت الله، I grow up until grade 8 in شیر خورشید street near گمرک. My father had rented a room for 25 months his family and father was retired with mental issue from office of the مبارزه با مواد مخدر. He and his wife and three kids lived in a one room. The wife and extra money would go to people house and would do band انداختن چشم و اینها. من اصلا متوجه نمیشم امیر جان، برنامه ما امروز اینه که به نظر شما با دست فروشان باید چه کار کنن. آقای اکبری میگه سلام، خسته نباشید، سال نو میلادی مبارک. حتما فکر نمیکردن ما امروز برنامه داشته باشیم، ولی ما دلمون نمیاد شما رو تنها بذاریم، شما هم تلویزیون مردم رو تنها نذارید، حمایت کنید. و ضمناً توی اروپا و اینها ساعتی بیش نمونده به تحویل سال، و اینجا هم امروز آقای مینویی، پرویز مینویی برنامه نخواهند داشت. از هفته آینده میشه اولین دوشنبه اولین برنامه و با شما خواهند بود، ولی خود من اولین برنامه‌م چهارشنبه با شما هستیم. و ما این سال نه برای کریسمس تعطیلی گرفتیم نه برای سال نو، و با شما بودیم، خیلی هم خوشحال هستیم و امیدوارم شما هم خوشحال بوده باشید با تلویزیون مردم و خوشحالیتون را هم به وسیله حمایت نشون بدید. اجازه بدید من از احمد عزیز از فلوریدا تشکر کنم که این بنده خدا، کاش که من یه خونه ای داشتم میدادم به شما اجاره و شما مستاجر من بودید. والا ملت، البته چرا، پتیک از شما جلوتره، پتیک دو ماه، یعنی این ماه، ماه دسامبر مال ژانویه و فوریه هم لطف کرده $200 حمایت کرده، ولی احمد آقا مایی $30 خودش رو به اصطلاح موظف کرده یا مقید میدونه و این کار رو انجام میده. من به نوبه خودم از شما ممنونم. اون آقای فرزاد عزیز از آلمان و اینها هم که نگو و نپرس. و برنامه کانون آوارم حتما ببینید و این دو نفر بهتون نشون میدم که من با یکی از اینها مصاحبه کردم، آقای کیانزاد، و با یکی دیگه قرار مصاحبه داشتم، اون در رفت. و این کسی هست که میتونم بگم یه جورایی دستگیری آقای صبری حسنپور، اگه خودش هم قبول نداره، من باور دارم که به خاطر مصاحبه با افرادی مثل این آقای دکتر بهرام آبار یا آبنبار هرچی، و این آقای کیانزادم یه دفعه من باهاش مصاحبه گذاشتم، دیگه انقدر اومد به طرف دوربین، گفتم آقا سرت میخوره به تو دوربین، یکم خودت عقب نگهدار. و اون وقتا یه چیزی بود توی ارتش، الان یادم رفته، وقتی میخواستم بگن فاصله بگی، شما دستتو بلند میکردی که از نفر جلوی فاصله بگیری. دلیلش هم این بود که برای که وقتی رژه میری شما با پوتین نزنی تو بالا نسبت نفر جلوی. اسمش یادم رفته اون حرکت رو چی میگفتن، یک دست به اصطلاح فاصله. حالا ما با بین آقای حسن کیانزاد هم بگیم، هم دکتر انا،
یعنی 80 میلیون ما مریض و بیچاره و کچل و کور هستیم و اینا همه دکتر، دکتر حسن کیانزاد و دکتر بهرام آبار در میزگرد رادیو تلویزیون بیداری. اگه اشتباه نکنم این رادیو تلویزیون بیداری مال یه خانم بیماری هست به نام پری صفاری که توی آمریکا بهش میگن پری سناری، یعنی ایشون به خاطر سنار با این و اون دوست بوده. از جلو نظام، اکبری درست میگه، آره میگفتن از جلو نظام، از جلو نظام شما دست راستتو میابردی بالا، دست راست یا دست چپ، چون دست راست اسلحه بوده، یا دست چپ اسلحه بود، دست چپ اسلحه بود، دست راستو میابردی بالا که اینقدر به اصطلاح فاصله داشته باشی. ولی من آقای اکبری حالا آدم قد بلندی نبودم، ولی تو ایرانیا من هیچ وقت صف دوم نبودم، من نهمین نفر از صف اول بودم و هیچ وقت این پوتین من اون جلوش خراب نشده بود، همیشه پوتین نو شاینی. دلیلش هم این بود که ما صف اول بودیم، ولی از بدونی نفر اولم به ترتیب قد بود، من نفر نهم، چون نو تا در نو تا میرفتیم، نه هر گروهان اینجوری بود. اصلا یادش به خیر، چه روزای بد و سختی بود، بعدن که گذشت حالا میگیم یادش به خیر. این ذات بشره که همیشه دنبال فردای بهتره، ولی به فردای بهتر که رسید دنبال دیروز میگرده. اینم چه باید کرد نمیدونم. دست راست شما درست میگی، چون اسلحه رو اینجا میگرفتیم، ما جلسه داشتیم، من گاهی وقتی هم کلت به این میدادن، کلت 45، و دست راست رو باید میابردیم از جلو نظام، بله خبردار و الی آخر. اینجا به خبردار میگن اتنشن، بعدم اونجا میگفتن آزاد، اینجا میگفتن میگن همینجوری باش که دوست داری. فریادی برای یادگاری و تکرارش در آینده. این رو دوستمون از خلیج فارس فرستاده، ولی وقتی میرم تو یاهو چیزی نیست، ویدیویی نیست. میگه لیتس گو، لیتس گو کجا؟ ساین اپ، ساین این، لیتس گو. یاهو میل از گوینگ پلیسز، کام ویت اس. نه نه نه، متاسفانه این لینک شما یه اشکالی پیدا کرده، ما رو برد تو اون. بذار ببینم خود ویدیو رو میتونم یه جوری سر و تهش رو بیارم اینجا و با دوستان ببینیم. فریادی برای یادگاری و تکرارش در آینده، این رو نشون بدیم ببینیم چی میگه. آها آها آها، خیلی خوب شد که تونستم اینو باز کنم. این یه آخوندی است به نام دانشمند، اول چند تا حرف خوب زد، بعد معروف بود راجع به مشروب خوردن جوونا اینها، ولی اینی هم که شما فرستادی خوبه، ولی بعد براتون بگم این مردک چجوری خودشو خراب کرد. این آمد و گفت تمام سنی ها به دلیلی که در فلان صیغه یا روز رو نماز فلان چی رو نمیگن، همشون زناشون بهشون حرام بوده، در نتیجه همه اینها حرامزاده هستن. و من فکر نمی کنم شما بخوای چیزی رو از یک شخصی به این نادانی و دگمی و حماقت ورداری پخش کنی، ولی گوش بدید این حرفی که میزنه. این خودشون دیگه اقرار میکنن که چی؟ بشنوید. جوانا دارن دین عوض میکنن، جوانا دارن به قرآن شک میکنن، نسل امروز ما دارن به اسلام شک میکنن، به سید الشهدا دارن شک میکنن. پولا رو خرج دیانت مردم کنید. بابا دارن کنیه میفروشن، کجای دنیا کنیه میفروشن؟ بس دیگه، مسئولی بس دیگه، دولت مردم بس دیگه، میزنشینا بس، بس دیگه، مردم به اینجا شون رسیده، بس دیگه. برسید به داد مردم، بشنوید صدا ناله این ملت رو، از شهدا خجالت بکشید، از جوانهایی که تیکه تیکه شدن خجالت بکشید. بله، این آقای دانشمند حتما ویدیوهای دیگه شم دیدین راجع به جوانا میگه و اینها، حرفایی که میزد قشنگه. و منو یاد نمیدونم آقایی بود به نام کافی در دوران قبل از انقلاب، و اونم یه آخوندی بود که میگفتن حرفایی که میزنه حرف دل مردمه. ممنونم از آقای امیر نعمت الله که با توضیح بعدی من را از اون چیز بیرون آورد، سوالی که داشتم. ایشون میگه من
نوشته ای رو که نوشتم برای مردم نوشتم که فکر میکنن در زمان شاه ایران واز پرفکت. پرفکت یعنی بدون هیچ اشکال، عالی. کلمه شما وقتی بگی که میخوای بگی عالی میگی پرفکت. خب میگه که my brother lives in New York، میگه که داداش من تو نیویورکه و من وقتی میرم اونجا، وقتی میرم منهتان، میبینم که خیلی ها دست فروشی میکنن و منتظرن تا پلیس میاد چیاشون جمع میکنن میدونن میرن. کاملا درست میگی. همینجا تو خیابون جورج تاون میان کیفای قلابی میفروشن، کلاه قلابی میفروشن، چیزای قلابی میفروشن، ساعت قلابی میفروشن. یکیشون وای میسه به اصطلاح کشیک میده که تا یه ماموری چیزی میاد اینا همه در کاپوت عقب وازه میرزن داخلش و فرار میکنن. اینجا هم هست. یعنی میدونید اشکال ما چیه؟ اشکال ما اینه که دوستان نمیخوان قبول کنن این یه اشکالی هست جهانی، یه اشکالی هست که دوره قبل بوده، الان زمان آخوندام هست، بعدم هست، تو آمریکا هم هست، تو نیویورک هم هست، تو اروپا هم احتمالاً هست. آقا فرانسه، خود من رفتم فرانسه، شما وقتی میری سه نفر از این چیزا نشسته بودن قمار میکردن، از اینا که گول مردم میزنن، چیزا رو جابجا میکنن، یه نخودی میذاره زیر یه لیوان اینجوری میکنه و فلان، نه اینا هم پلیس اگه بیاد میگیرتشون. از این چیزایی که علامت چیز برج ایفل، چیزای دیگه، اینا رو یه پتو میذارن یا یک چی بهش میگفتیم، مفرش میگفتیم، میذاره اینا رو پهن میکنه میفروشه، دونه 5 یورو، 3 یورو، 2 یورو، هر چی. تا مامورین میمدن این دوتاشو میگرفت مینداخت پشت کولشو میدوید. حالا اون ماموره چقدر بتونه بدوی که به این برسه، معمولا اونی که دوش خوبه و سرعت زیاده میذارن برای در رفتن، اونایی که تنبلترن میذارن برای فروش. آقا وقتی تو فرانسه هست، وقتی تو آمریکا به شهادت امیر هست، توی واشنگتن به شهادت من هست، توی ایران هست و طرف وایساده میگه خب من دست فروشی میکنم که برم یه مسافرتی، آقا اینو پخش نکن. اون زنی که میگه من دست فروشی میکنم که بچه‌م بره مدرسه، اونو نشون بده. اونی که دست فروشی میگه من ورشکست شدم آمدم دست فروشی میکنم، اونو نشون بده. ولی این آقا اومد دست فروشی، منم برم فردا اینجا وایسم دم مترو گدایی کنم. البته من گاهی گفتم فکر افتادم که برم به اینجا یه تابلو بذارم تو سینم بگم من میخوام آبجو بخورم ببینم مردم چقدر کمک میکنن. اینو جان استاسل انجام داد. بریم بنویسید جان استاسل، اون آقا تو 2020 بود، رفت نشست یه جایی گفت پولی که من درآوردم از پولی که یه نفر بره سر کار بیشتره. ولی باز برمیگردیم چه باید کرد؟ هر چی میخوای فوش بده به این آخوندا و سزاوارن. یه بارم برای من فوش بده. ولی بعدش به ما بگو چه باید کرد؟ تا حالا من چیزی ندیدم. میگه که دانشمند از مقلدین آیت الله شیرازی است و اینها خیلی ضد سنی هستن. خب خود آقای آیت الله شیرازی کجا بود؟ اینجا اتفاقا یه انجمنی هست و اون آقای هدایتی و اینها مثل طرفداران شیرازی هستن. خود اینا بیشترشون تو کشورهای سنی بودن این ور اون ور. بعدم ببخشیدا اینا کاسه از آش داغ‌ترن. سنی ها که خود عربا هستن. این شیعه یه دینی بود مثل اون پروتستانی که درست شد مخالفت با اون اصلی. حالا مثل این که پروتستان ها بیان بگن اونای دیگه مسیحی نیستن که میگن. بله، شیخ احمد کافی یا کامی برای کمک به زلزله طبس رفت تصادف کرد و مرد. فکر کنم همون بود. آلمان هم دست فروشان را جمع آوری میکنن، خیلی هم جدی. خب آلمان بفرما. آفتاب آمد دلیل آفتاب، شاهد از غیب. آلمان اینجوره، آمریکا اونجوره، پاریس رو من دیدم، واشنگتن هم دارم میبینم اینجوره، انگلستان رفتم لندن دقت نکردم که ببینم دست فروشای اینجوری هست یا نه. بله آلمان هم دست فروشان رو جمع میکنن، خیلی هم جدی و فریادی برای یادگاری و تکرارش در آینده. نه آقا، این یه نوع سوپاپه برای این آخوندا. تازه این چی میگه؟ میگه پول رو خرج دین مردم کنین. یعنی بیاین انقدر بگید شیعه 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 تا بزنن سنی ها رو داغون کنن. این عکس رو دوستان نگاه کنید و تفاوت ترامپ رو، رئیس جمهوری ترامپ رو با دیگران. اینجا عکس 6 و 1/7 زنهای رئیس جمهورای آمریکا رو گذاشته که نوشته One of these things is not like other.
میگه یکی از این چیزها مثل دیگران نیست و one of these things does not belong. میگه که یکی از اینها به اصطلاح اون جایی که هست، منظورش وایت هاوس یا کاخ سفید، به اونجا تعلق نداره. حالا شما بگید کیه؟ این خانم لختوپتی، این خانمی که الان توی کاخ سفید هست، این زن اوباماست، این زن جورج بوشه، این زن ریگانه، این یکی نمیدونم، اینا دیگه مال کندی و اون فورد و اینا هستن و احتمالاً نیکسون. در هر صورت اینم عکسی بود که یکی از دوستان فرستاده بود، ما هم نشون دادیم، ممنون و متشکر از این دوستمون. و میگه که آقایی به نام دانیل دانا، امیدواریم این مثل اون امید نادان نباشه، تا زندگی هست او هم هست. روند شوم 1400 ساله را از هر سو می نگرم، هر گوشش را انباشته از درد و استخوانسوز پدران و مادرانی می بینم که با داغ نام و نشانی رفته بر باد. ایشون هم میخواست شعر بگه، فعلا داشته به نظم می آورده. این شعر گفتن به همین سادگی هم نیست دوست عزیز. ولی من وقتی اینا میخونم میگم خب حالا چه کار باید بکنی؟ بذارید من براتون این واقعا بخونم ببینید، یا بهتون نشون بدم اصلش، شما بخونید ببینید. یه نفر میاد یه چیزی رو مینویسه برای دیگران میفرسه، بعد ازش میپرسی خب حالا من اینو خوندم باید چه کار کنم؟ دیگه جوابی نداره. مثلا این فکر میکنه با این که نوشته، شما تا دیروز نمیدونستید 1400 سال اسلام بر ایران حکومت کرده، حالا فهمیدید؟ خب حالا فهمید آقای اکبری، حالا که فهمیدید باید چی کار کنید؟ به این آقای دانیل دانا، هم دانیال هم داناست. بله، خاموش و لبگزان تاریخ زادگاه من را به امروز من رساندهن، تا برخیزیم و رونسانسی بسازیم یا رونشتانسی بسازیم از داغستان ماتم زدگان. کیست گمراه زبونی که بدی را بر نیکی برتر میبیند؟ جز مستان کیش بود کدام هم میهن بیداری هم اصلا مزخرف، همه شعار، همه ذکر مصیبت. حالا اینو شما داشته باشی دوستان، حتما دیدید اونایی که برنامه منو چند سال میبینن، من چندین سال از هر کسی آمده گفته، نمیدونم حسن الهیکل، حسن البگ گفته اگه شما فردوسی نداشتید امروز مثل ما عربی حرف میزنید. میگم آقا بیا ببینم اسلام کی اومده ایران؟ 1400 سال، 1300 خورده سال، فردوسی کی بوده؟ 1000 سال پیش. 400 سال ما بدون فردوسی زندگی کردیم. اینو داشته باشید. از اون مهمتر، یعقوب لیث صفاری، رویگرزاده. من این مقاله رو براتون میخونم، فقط کاغذ قلم بنویسید تاریخ ها رو. 200 سال از حمله اعراب به ایران میگذشت، زبان فارسی رفته رفته از مدارس و مکاتبات دیوانی هست و به جای آن زبان عربی اجباری و تعلیم داده میشد تو اون همه مدرسه هایی که ایران داشت و اون همه سیستم حکومتی که ایران داشته. خودشون میگن عربا حاکم بودن. اینا توقع دارن عربا که میان اونجا به زبان ما بنویسن. مثلا المصدوم صدام الحسین برای المفقور فلانی که منویسه، بنویسه ای که نامت بوده این و نامت و فارسی بنویسه. خب با عربی منویسه معلومه، ولی کتابا و اینا حالا گوش کنید. 200 سال یادتون باشه، 200 سال. خلفای عباسی در بغداد با اینکه خلافت خود را مدیون ایرانیان میدانستند، چرا من این نمیدونم، چرا خلفای عباسی خلافت خود را مدیون ایرانیان میدانستند در بغداد، با تکبر و غرور خاصی ایرانیان مسلمان را موالی خوانده و از هیچ گونه ظلم ستری بر آنان کوتاه نمی‌کردند. در سیستان خوش‌سالی اتفاق افتاده بود، ولی مأمورین خلیفه بی‌رحمانه خراج و مالیات سنگینی را از دهقانان و بازرگانان طلب کرده و به سوی بغداد می‌فرستادند تا صرف خوشگذرانی خلفای عباسی گردد. در این میان جوانمردی رویگرزاده از سیستان برمی‌خیزد، یعقوب لیث صفاری. او با گردآوری دلاوران سیستان و دیگر نقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه می پردازد و تمامی سیستان و خراسان تا ماوراءالنهر و مازندران، گیلان، ری، اصفهان، فارس و کرمان تا قسمتی از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب آزاد می کند. داشته باشید. یعقوب در فرمانی که به تمام نقاط ایران می دهد زبان عربی را حذف، زبان فارسی دری
را در دفاتر دیوانی و حکومتی رایج میکنه. پس یعنی اونایی که میگن فردوسی فردوسی، ول معطلی، برید تاریخ بخونید. تا بعدها ما شاهد ظهور عارفان و شاعران بسیاری در فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی. فردوسی بعدن اومده و مولوی و نظامی و حافظ و سعدی باشیم که چگونه در رونق و گسترش زبان فارسی پاسداری کردن. اگر یعقوب لیث صفاری چنین کار عظیمی برای زبان ادب فارسی انجام نمیداد، کشور ما هم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقا عرب زبان بودن. خلیفه که تجربه برافتادن خاندان بنی امیه به دست ایرانیان را داشت، هراسان پیکی به سوی یعقوب میفرستد و میگوید تمام نقاطی که در ایران تصرف کردید از آن تو باشد، ولی مرا به خلافت مسلمین بپذیره. یعقوب لیث صفاری نان و پیاز و شمشیر را در یک سینی میگذارد و در پاسخ به خلیفه چنین میگوید: تو یک متجاوز به خاک ایران هستی و در مقامی نیستی که ملک ایران را به ایرانی ببخشی یا ملک ایران را به ایرانی ببخشی. من یک رویگرزاده ایرانی هستم، غذای من ساده است، نان و پیاز، ولی پاسخ من به متجاوز مانند تو به خاک ایران، هر چند خود را خلیفه مسلمین بخوانی، این شمشیر است. حالا نگاه کنید، اونجا هم یادتونه اون خسرو پرویز به فرستاده عمر چه مزخرفاتی نوشته بود یا الان نوشتن منسوب میکنن به اون، نشون میده رهبرای ایرانی وقتی هم پیروز شدن نتونستن اونو نگه دارن و سیاست مداران خوبی نبودن. و الا وقتی این میگه آقا همه جایی که پیروز شدی برای تو، من به عنوان اون باشم، بذار باشه گور پدرش تو کارهای سازندگی رو انجام بده، نیرو جمع کن. خلاصه یعقوب لیث صفاری یکی از آزادگان و فرماندهان وطن پرست ایران بود که در هنگام جنگ با لشکر خلیفه عباسی در دسپور به علت بیماری درگذشت. وقتی بهتون میگم اینا سیاست مدار نیستن، حالا بعد براتون میخونم یه نوشته ای که این ماجرای چشمابی و شاه گفته و این هم هزار نوع مختلفش رو من خوندم، یکی از اون یکی دیگه دروغ بزرگتر. حالا این باز نوشته یک ایرانی سرخورده و سالخورده. اجازه بده این سرخورده رو ما بنویسیم سرخورده، یعنی ایشون داشته سرسرک بازی میکرده. گوش بده: اولین باری که من پرچم آمریکا را در دست گرفتم و تکان تکانش دادم، بچه دبستانی بودم، ما را سوار اتوبوسی کردم و به خیابانی به نام آیزنهاور رفتیم. به یاد می آورم که مرد کچلی از درون اتومبیل بزرگ سفید رنگی برای من دست تکان می داد و من پرچم آمریکا را برایش تکان می دادم. پس ساندیسخور و اتوبوس برو از دهات مردم رو بیار و اتوبوس برو از مدرسه بچه ها رو بیار، اصلا تو فرهنگ ما ایرانی ها. آیزنهاور احتمالا دوره شاه اومده بوده ایران، چون این داره میگه که اوکی. حالا این آقا، حالا ببینید این سال خورده ماست، ببینید چقدر دروغ میگه. از آن روز بود که من وارد سیاست شدم. شما رفت پرچم و تکون دادی وارد سیاست شدی، یکی میخواسته بیاد، یکی دیگه تو رو سوار اتوبوس کرده برده اونجا، یکی دیگه پرچم داده دست تکون دادی، شما خودت رو سیاسی دونستی. اوکی قبول داریم، بیا تو. چند سالی گذشت، سالهای اول دبیرستان بودم، یعنی ایشون مدرسه میرفته دبستان، خودشم بالا گفته، چون میگه چند سالی گذشت تا تازه رفتم کلاس هفتم، اول دبیرستان اون موقع هفتم بود دوست. صبح که مدرسه‌ام شاهد گریه کردن مردم بودم. پرسیدم چه شده است؟ گفتن کندی رئیس جمهور آمریکا رو ترور کردن، او مرده است. و من هم گریه کردم. اینو راست میگه، منم یادمه کندی که مرده بود، حتی مرضیه براش خداوند دار نمیدونم فلان میشد، اگر اون زنده میشد چه میشد، هیچی، یکی دیگه میزد میکشتش. برید ببینید همین کندی چه فاسدی هست، خانوادش و اینها و چه کار کردن. حالا خداوند دار چه میشد، کندی زنده میشد. احمدی نژاد توی ماشین نبوده، من نمیفهمم یعنی چی. بله میگه لندن هم دستفروشای چینی که فیلمهای هالیوودی کپی میفروشن همش جنگ و گریز دارن با پلیس. امیر اکرم ارجمند، خیلی ممنون. خب پس لندنی مشکل داره، ایران داره، شیراز هم داشته، واشنگتن داره، نیویورک داره، فرانسه هم داره، یه فکر جهانی کنید. اوکی. من نمیفهمم آقای خوشنودی احمدی نژاد توی ماشین نبوده، من نمیفهمم. ولی خب گفتن در همان سالها کم کم فهمیدم
هر اتفاقی در قاره یا آمریکا بیفتد به من ایرانی ربط دارد و این دومین آشنایی من با سیاست بود. حالا ببینید ما ایرانی ها چجوری خودمون سیاسی میدونیم. یه بار اومده پرچم تکون داده فکر کرده سیاسی شده، یه بارم رئیس جمهور آمریکا کشتنش که هنوز معلوم نیست چرا اینو کشتن کندی، چه دسیسه ای پشتش بوده، ایشون دوباره سیاسی شده. اینجا میگن سکویر یا به توان دو که ما میگیم، اینجا میگن سکویر پاور تو. دانشجو بودم، نیکسون رئیس جمهور آمریکا به ایران آمده بود تا در آرامگاه رضا شاه گل بگذارد. تروریست های هموطن دو آمریکایی را ترور کردند و چند جا بمب گذاشتن. فکر کنم تروریست های هموطن این مجاهدین بودن. نیکسون گل را گذاشت و از ایران فرار کرد. من بزرگتر شدم. جرال فورد به شاه گفت، حالا گوش کنید، این آقا در گفتگوهای شاه، جنرال فورد، کندی، همه اینا حضور داشته، درست عین نوریزاده که توی رخت خواب خمینی میخوابه، خامنه‌ای میخوابه، حرفای بین زنش و اینا رو میگه. این آقا حالا اسمم نداره، این آقا اسمم نداره، نوشته برگرفته از اینترنت. تو اینترنت هم هر کسی هر مزخرفی بنویسه، یعنی اگه من الان برم بنویسم که سربی مردی از شیراز که 140 سال عمر کرده، دیگرانم میان تا میزنن سربی، مینویسه سربی مردی از شیراز که 140 سال عمر کرده. حالا این دوستمون رفته برگرفته از اینترنت. جرال فورد به شاه گفت کمکم کن من رئیس جمهور دوباره آمریکا بشوم، وگرنه تو رفتنی هستی. شما فکر میکنید یک کسی که جرال فورد بعد از چیز شد دیگه، نه، بعد از نیکسون که رفت اومد دنباله اون رو گرفت، جانش معاونش بوده اگه اشتباه نکن، یکی میاد به یک کشور عقب افتاده مثل ایران، به یه شاه جوان بی تجربه‌ای که مثل موش از همه میترسه، حتی از مردم خودش، بهش میگه یا به من کمک کن یا رفتنی هستی، شایدم بگه. یعنی اگر یه آدم معمولی بود کسی بهش هم چیز نمیگفت، بهش میگه منو سپورت کن، منو حمایت کن. ولی شاید این بدبخت نادان عقب افتاده و ترسو اونم هر چی زور خواسته بهش گفته، گفته یا کمک کن یا میندازیمت بیرون. خب اوکی، اینو قبول کن. شاه خندید و گفت من بچه شدی میخوای با پول نفت کاخ سفید، میخوای با پول نفت کاخ سفید رو یک جا بخرم تا تو توش بمونی؟ باورتون میشه طرفدارای پادشاهی هم چیزای مینیستن؟ یعنی شاه خودشون رو به یک احمق و جاهل و نادانی تبدیل میکنن که شما هرچی هم میخوای درستش کنی درست شدنی نیست. به من میگی میخوای من همه چیزا رو بخرم با پول؟ اوکی. شاه نصف درآمد یک روز نفت ایران را، یعنی چیزی نزدیک به 40 میلیون دلار به ستاد انتخاباتی حالا گوش کنید، میگه که نصف درآمد یک روز نفت ایران اون موقع 40 میلیون دلار بوده. من نمیدونم، تو این اعداد ارقام بلد نیستم، ولی شما بنویسید 40 ضرب در 2 میشه 80، 80 ضرب در 365 کنید، 80 میلیون دلار ضرب در 365، ببینید درآمد نفت ایران در زمان فورد چقدر بوده. اینه که خودشون خراب میکنن، اینه که من میگم آقای امیر ابراهیمی شما بیا اینجا، بیا طرفداری مجاهدین، آقای لطیف زمانی شما بیا اینجا، بیا طرفداری ترامپ، تا من به مردم نشون بدم که این کسی که داره اینو میگه ببینید تو مغزش چیه. نمیخوام بگم من جراح مغزم، ولی توی این 20 سال این توانایی رو داشتم که بدونی که مغز شما رو بشکافم محتویاتش رو به مردم نشون بدم. خلاصه آقا 40 میلیون دلار به اونا نگفت، ولی نه به عنوان رئیس جمهور آمریکا. پس به عنوان کی داده؟ خب مثلا داده به حزبش. اوکی. 20 مارس 1975 شاه در سر راه خود به مکزیک برای افزایش دادن دوباره قیمت نفت در فرودگاه اورلی پاریس یا اورلی پاریس به ژاک شامان دلماس نخست وزیر فرانسه و ژاک شیراک شهردار پاریس گفت از قول من به ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه بگویی دوران موبورها و چشم‌آبی‌ها تمام شده، فقط با چند روز فروش نفت ایران پاریس و برج ایفل رو یکجا می‌خرم. اون وقت می‌خواست کاخ سفید رو بخره، حالا می‌خواد پاریس و برج ایفل رو بخره.
پس نتیجه اون حکومت شاه است که فرزندان خلفش مثل احمدی نژاد آخوندا میخواد اسرائیل از بین ببره. و این حرفای مفتی که میزنن آقای ظریف دیروز یا امروز میگفتن گفته که ما نگران نیستیم آمریکا آقازاده ها را از خارج اخراج کنه، اتفاقا خیلی خوب میشه، بچه هامون میان پهلو خودمون زندگی میکنن و ما در دوره قبل به خاطر نبود آزادی اینا مجبور بدیم بریم خارج. یکی بهش میگه آخه جاکش، پس حالا که دوره خودتونه چرا بچه هاتون میرن خارج؟ نمیخونه. چرا؟ برای که یه سیستم، یک کشور به نام ایران اولین خشتش رو کج گذاشتن، تازه یک کسی نکنده ببینی اینجا محکم هست میشه روش خونه ساخت یا نه، پی بکنن. همینجوری یه خشت گذاشتن، خشتم کج، حالا دیگران هم دارن میسازن، هرچی بره بالاتر خطر ریختنش بیشتره. کی بوده؟ شاه. یک کسی که پول نداشته میاد یه دفعه 5000 دهکده میشه به نامش، یکی از اون نادانتر میاد 57 سال حکومت میکنه به مردم. اون وقت شاه و لایا میگن مردم احمقن. میگم خب این مردم اگه احمقن، اگه یه پسری آمد خونه ما وایساد همینجا جیش کرد، مردم به اون بچه فحش میدن یا پدر و مادرش؟ به پدر و مادرش فحش میدن، میگن این تربیتش نکرده. اگه یک مملکتی 57 سال دو تا پادشاه پدر و پسر حکومت میکنن، بعد شماها باور دارین مردم ناحق شناسن، احمقن، فلانن، این باید چیکار کنید؟ مردم رو میخواید تنبیه کنید یا اون مسئولین رو باید تنبیه کنید؟ منطق؟ اوکی. شاه 18% قیمه. اولا شاه از اینجا که داشته میرفته مکزیک، فرانسه وایساده، همون موقع اون شهردار اون اومده بعد بهش گفته ببین برو به رئیست، به رئیسم نه، برو به استاد بگو که اگه اینجوری نکنید من میام فلان میخرم. خب اگه یک کسی اینقدر بدون سیاست بوده، اگه یک کسی اینقدر نادان بوده، فکر نمی‌کنید سزاش همین که اینا بگیرن بندازنش بیرون؟ و اگه یک کسی اینقدر زیر دست اینا بوده که شما دارید میگید زیر دست اینا بوده، از این بر میگن نه قوی شده بود، داشت گردنکشی می‌کرد، چاقوکشی می‌کرد، لاپوازی در می‌برد، از اون بر میگن خب شما چی می‌دونی؟ آمریکا انداختش بیرون. میگیم آقا ما هیچی نمی‌دونیم، شما به ما بگو، یکیشو بگو روی این یکی وایسا تا ما بریم سراغ اونا. بعد شاه 18% قیمت نفت رو افزایش داد و در عوض در یک ضیافت شام لباس تنش به پلوتونیوم آغشته شد. این آقا ببینید آغشته شد و با تب خفیفی به ایران بازگشت. حسن واقعا مالی خولیا. بابا طرف اون یکی میاد میگه شاه ایز داشته، برای که این از بچگی تو مدرسه سوئیس گرفته با اون چی بوده فلان گوجی گوجی میکردن، بعد با خودش ورش میداره میارتش ایران، بعد با علم و فلان این دسته لجن تو هر آشغالی فرو کردن، بعد همه میگن آقا سرطان خون داشته، صداش در نیمده، دیر رسیدن بهش، بختی هم رسیدن بهش، فرار نیزاشته اون دکترایی که باید شاید برسن بهش. حالا این آقا میگه پلوتونیوم، این پلوتونیوم ما چند ساله از این ور اون ور صداش در اومده که راشا روسیه استفاده میکنه، اونایی رو که نمیخواد میزنه میکشه. حالا این آقا یا خانم نوشته لباس ضیافت شام تنش به پلوتونیوم آغشته شد و با تب خفیفی به ایران بازگشت، همان تب خفیفی که پایانش در بیمارستانی در مصر بود. تب شاه قطع نشد، پزشکانی به بالینش آمدن و بعدها فاش شد این تب مربوط به تب مالاریا که شاه در کودکی گرفته بود نیست، شاه را به گفته ای سرطانی کرده بودند تا تقاص افزایش قیمت نفت و در افتادن با مبورها را بدهد. اما این پایان کار نبود. گوش کنید، کسی با خبر نشد که هویدا با گزارشی که از طرف اداره تحلیل و بررسی های سازمان امنیت ایران تهیه شده بود به دیدار شاه رفت و گفت قربان با موبارها و چشمابیها چه کار دارید؟ با دم شیر بازی نکنید. شاه پاسخ داده بود آنها پدرم را از خاکش بیرون کردند، تا پدرشان را در نیاورم از پا نمیشینم. مثل داستانهایی هست که شما، والا من اگه این داستانها رو برای نوم بگم میخنده، میگه مرد حسابی برو یه کتاب برده بیا از رو کتاب بخون، این مزخرفات چیه تو میگی؟ نمیدونه من دارم از کتاب میخونم. میترسی؟ اروپا نمی نشینم
میترسی کنار برو، من نخبس وزیر ترسو نمیخوام. خیلی جالبه شاهی که ترسو چمدان به دست بوده، نخبس وزیر ترسو نمیخواسته بره، نمیخواسته. نخبس وزیری که بهش گفته آقا این مزخرفات چی میگی، میان با یه تیپا میندازنت بیرون، گفته تو اگه میترسی برو من وایسادم. خب آقا شما که اینو میگی، نخبس وزیرش که خودش انداخت زندان، خودش هم وایساد تا کردنش بیرون، پس بازم تقصیر خودش بوده. اوکی. شاه ملت فریب خورده و بازیچه موبورها را قتل عام نکرد. حالا نگاه کنید، حالا ملت فریب خورده. به همین دوستمون میگم ملت رو کی فریب داده؟ میگن آمریکا، انگلستان. میگم یعنی در تلویزیونی که تلویزیون ملی ایران بود با سرود شاهنشاهی شروع میشد، با سرود شاهنشاهی میخوابیدن، مردم اخبار رو تبلیغاتشون از آمریکا میگرفتن؟ جواب ندارن. دیدید الان این بچه شاه اللهی ها هی میگن بی بی سی. اون روز بهتون گفتم یک کسی داشت میگفت که بی بی سی، آقای علی جوانمردی، بی بی سی دستور میداد کدوم، گفتم والا من یادم نمیاد، با وجود که ما تو هوابرد شیران مأمور حکومت نظامی بودیم، بهمون میگفتن شما اگه چیزی بیرون فامیلتون چیزی میگه راجع به تظاهرات را اینا بیان بگین تا ما بفهمیم کجا بریم جلوش بگیریم. ولی آقای علی جوانمردی میگه یادتونه که، وقتی هم به شما میگن یادتونه که، بهتون گفتن این نوه ما کم کم داره 23 سالش میاد یه چیزی که میگه از شما میپرسه، ولی خودش داره سر تکون میده که یعنی بله، و شما اون 50% بله رو اون گفته دیگه، شما تو اون 50% فقط حق داری، شما میگی خب بگی برو. اینم از گوجی گوجی. آیا اصطلاح شیرازیه؟ نه، اینا یک دوستی داشتم که بچه تبریز بود و خانمش هم رضاییه‌ای بود، این کلمه رو استفاده میکرد، میگو گوجی گوجی. بله آقا، پلونیوم است نه پلوتونیوم. خب اجازه بدید بیا دوست عزیز، من که نمیدونم چیه، ولی از این پروفسور دانا اینجا نوشته چی؟ پلوتونیوم. میتونی بخونی؟ بیا اذیتمون نکنید دیگه، انقدر مطلع خشخاش نذارید، مولا لغتی نباشید. آقای امیر اکرم ارجمند میگه آقا پلونیوم است نه پلوتونیوم. آقا ما که نخواستیم اینجا جدول مندلیوف رو کامل کنیم، دلمون کن. و من همیشه از شیمی بدم میمد، حالا نمیدونم این پلونیوم میگه نه یعنی چی. نه بله پلونیوم، نه من دارم از فارسی میخونم دوست عزیز، و اینجا نوشته تنش به پلوتونیوم آغشته شد. البته از اینکه این کسی که اینو نوشته ممکنه مثل من کم سواد و نادان باشه هیچ حرفی نیست، ولی بله شاه ملت فریب خورده و بازیچه موبورها را قتل عام نکرد، آنها را به خدا سپرد. آقا شما به خدا باور داری؟ مثل شاه؟ اگه به خدا باور داری shut up and dance، برو گم شو دیگه، خدا این چیزا رو خواسته. ولی اگه نداری بیا بذار تو کپه ترازو ببین سیاست مدارا درست کار خودشون انجام ندادن. مرد نازنین، خانم گرامی، هر مزخرفی که نوشتی، و تعجب میکنم که آقای شاهرخ احکامی و اشلین نوشتی تو مجلهش، 3 ماه بیاد و بره، من منتظر باشم مجله ایشون بیاد یه همچین مقاله‌ای توش باشه. با چشمانی گریان از ایران رفت و چشم آبی ها او را زیر درخت سیب در پاریس کاشتن تا با آن ادعای آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند پدر ملت را در بیاورد. یعنی طبق این نوشته این آقا یا خانم، ما ایرانی ها، ما ملت هیچ پخی نیستیم، البته تمام پخا اینا هستن، و آمریکا و ایران و آمریکا و انگلیس و فرانسه برامون شاه میبرن، برامون شیخ میاره. بله ماده سمیز که روزها هم اخیراً علیه جاسوس سابقشون در لندن استفاده کردن. دقیقاً با شما موافقم، ولی شما به من بگو چند سال است که این اسم رو شما شنیدی؟ من 2-3 سال شنیدم که این یه چیزی پولونیوم یا پلوتونیوم، هرچی به اصطلاح پدر و دختره رو یه جا، یکی دیگه هم که جاسوس آمریکا بوده و روسیه بوده اونم از بین بردن با همین چیزها. در صورت دوستان عزیز اینم از این مزخرفات یک روان پریش در این مجله. و اما هی اونایی که میگن آقا ترامپ گفت من دیوار میسازم با پول مکزیکیا هم میسازم، یادتون باشه الان تو گلوش گیر کرده، هیچ راه حلی نداره، و خودش گفته
اگه شما هم نمیان یه فوشم به همه داده فلان فلانتون، من خودم تنهایی میرم این دیوار رو میسازم و میبینید قشنگ کلاشم گذاشته سرش داره این دیوار رو میسازه. I will do it myself. من خودم این دیوار رو میسازم و میبینید سنگ و ملات و اینها. اینم از این. یه چیز دیگه هم گذاشتم اینجا، ترامپ وار مکزیکو. این رئیس جمهور، دو تا رئیس جمهور قبل، چون همین چند روز پیش رئیس جمهور جدید مکزیک عوض شد، اون رئیس جمهور قبلی که قد بلندی هم داشت و از سوار بود و اینها، خیلی هم آدم خوش بیانیه، جوک میگه و میخنده و اینها، اینا رو تا بیاد الان حتما میشناسین، خیلی قد بلند، خیلی ها بهش میگفتن تو باید بیای اینجا تو فیلمای آمریکایی بازی کنی، چون اینجا نقش بدی از مکزیکی‌ها ساختن، همه فکر کنن مکزیکی‌ها یه سری آدمای کوتولو و چیز هستن. اینو ببینید دوستان، یه آقای بود به نام پرویز، حالا که پرویز بابایان اینجاست بهش میگم، یه آقای بود به نام پرویز به من میگه آقا شما با عالی جناب ترامپ بی احترامی میکنی، حالا بذار من زنگ بزنم FBI. گفتم برو درتو بذار تا بمیری. بعد نگاه کنید ببینید این رئیس جمهور سابق مکزیک قبلا هم به ترامپ گفته بود go fuck yourself، یعنی برو دهن خود سرویس کن یا هرچی. ببینید چی میگه، با هم اینو میشنویم و تماشا میکنیم. We are not paying for that f***ing wall. Understand that. We are not paying for that f***ing wall. And you're trying to get the money now out of Congress. And you're lying to Congress again. Because you're telling Congress... میگه ما، این مکزیکیه دیگه، میگه ما برای اون به اصطلاح دیوار احمقانه پول نمیدیم، حالا تو میخوای از کنگره خودت پول بگیری؟ حالا گوش کنی. بعد میگه تازه به اینام دروغ میگی، به کنگره میگی که این پول به من بدید برای that you will get the money from Mexico one way or another. Yeah. You will never get a cent from Mexico. It's not our... خوشنون اومد چه بیلاخی داد. میگه بفرما، یک بیلاخ بزرگم داد به ترامپ، میگه یه سنت یا یه پنی هم نمیتونی از مکزیکو بگیری. Wall is not going to be in our territory. We have dignity and we will not pay for that wall. Get your money with US taxpayers. I'm sure they will not like to waste $30 billion. I don't think any American wants to waste that. Drugs and the headquarters of drug cartels is right here in the United States. میگه هی به مردم میگی که اینا مواد مخدر میارن، اینا هدکوارتر یعنی اون شعبه اصلی، دفتر اصلی، چیز بزرگ این دراگ و مواد مخدر اینا تو یونایتد استیت. اگه تو ارزه داری، جرأت داری جلو اینا رو بگی، چون اینا هستن که اونا رو استخدام میکنن میارن. و شما سر هر چهارراهی، خود من سالها پیش توی فیلادلفیا داشتم رانندگی میکردم، پشت چراغ خطر که وایسادم، طرف دوید اومد گفت که اسلحه میخوای، مواد مخدر میخوای، گفتم نه. دوستان تو خیابون دیدی تو ایران میاد گل میفروشه، شیشه ماشین تو تمیز میکنه؟ اینجا میخواست اسلحه و مواد مخدر به من بفروشه. Is United States cartels that are hiring Mexicans to bring the drug from Colombia, from Venezuela, from Ecuador, from Bolivia. And the question to you, Trump, is why do you let drugs circulate around every corner of this great nation once it crosses the border? If you're right, hold the drug and the border. Why do you need us Mexicans to do it? Get out. It's not your business politics. Go back to your mediocre business. And keep stealing money, keep defrauding government, keep hiring illegals. بله. اینم جواب آقای لطیف زمانی. دوستان یادتون باشه من دعوت کردم از آقای لطیف زمانی از انگلستان که بیاد ایشون به عنوان طرفدار ترامپ، چون ایشون میگه ترامپ داره قانون اساسی، البته ناگفته نمانه. میدونید یه دوستی داریم آقای سهراب چمنارا، مهندس چمنارا، همیشه میگه آقا این آخوندها قانون اساسی جمهوری اسلامی رو دارن رعایت میکنن، شماها چون قانون اساسی رو بلد نیستید نمیفهمید. حالا ما بیایم ببینیم این آقای لطیف زمانی چی میگه. دوستان عزیز، فرخ سپهرارم گفتم بهتون یکی از یاران قدیم ما هست، ممنونم
خوشحالم که امسال با ما بود، امیدوارم سال آیندهم با ما باشه بیشتر و بهتر سالمتر. نوشته که آقا زبان ترکیت هم خوب شده، از این ور میگی گوجی گوجی، از اون ور کلمه پخ رو استفاده میکنی. حالا گوجی گوجی پس ترکیه که شما میگید. گفتم اون یه دوستی تبریزی بود اینو استفاده میکرد و من حقیقتا نمیدونم که واقعا هم یه کلمه خودساخته بود یا به اصطلاح این کلمه تو زبان ترکی یعنی همون چیزی که فکر میکنید. احمد توکلی موافقم. احمد توکلی خواستار مجازات نماینده سراوان شد. سراوان اون نمایندهش میدونید که به یکی از مامورای گمرک گویا فحش داده بود، ویدیو وایرال شد، پخش شد، همه جا دیدن، مردم نظرات خودشون رو گفتن، انقدر بهش فشار اومد که از فشار عصبی رفت بیمارستان، یا این که فکر کرد اگه بره بیمارستان به این وسیله میتونه از فشار چیز در بره، ولی یقش رو گرفتن گفتن شما باید هم از اون کارمند عذرخواهی کنی هم قانونن به اصطلاح تنبیه بشی. تعرض به معیشت کارگران کشت و صنعت مغان به نام خصوصی سازی، کارگران باید در مقابل هر گونه تعرض به مشیت به معیشتشان، ببخشید مشیت خوندم، معیشتشان اعتراض کنند. این آقای محسن ابراهیمی که یک بارم مهمون برنامه ما بودن نوشتن اطلاعی شماره 2 کمیته آذربایجان و سعی میکنم در سال 2019 با دوستان باز هم برنامه داشته باشیم، اون آقای بابک یزدی، این آقای محسن ابراهیمی و دیگر دوستانی که آمدن، یک خانمی هم بود از انگلستان باشون صحبت کردیم، متاسفانه الان فامیلشون یادم نیست. سم از کالیفرنیا میگه که سوربی ترامپ قسمت دوم جمله را فراموش کرد. جمله دو قسمت داشت. دیوار مرزی میسازم، پولش را هم دولت مکزیک میده. بله، همون رئیس جمهوره گفت ما پول نمیدیم، بعد تو تلفن التماس آقا تو رو خدا تو هیچی نگو، بعد اون گفت پس هر وقت تو بگی مکزیک پولشو میده من بلافاصله میام میگم ما پولشو نمیدیم و خفه شد. ولی درباره این که فراموش میکنه، الان سوم ژانویه اگه بیاد، اگه این دموکرات ها به اصطلاح یک کمی حال داشته باشن، یکی از مشکلاتی که میتونن ترامپو بگیرن بندازن بیرون حتی به زندان و اینا، این ماجرای فراموشی و اشتباهاتی هست که تو صحبتاش میکنه، حالا یا عمدن یا سهوًا. اونایی که تو کار اینشورنس اینا بودن میدونن یه بیمه هست بهش میگن omission and error، error and omission، یعنی شما همون اونجا میگفتن سهوًا یا عمدن، یا اشتباه میکنی یا تقلب میکنی، با همه اینا برای این بیمه هست. حالا ببینیم میتونن یقه اینو بگیرن یا نه. این هم از ماجرای اطلاعی شماره 2 کمیته آذربایجان. و اما ایران الیکشن، ببینیم اینجا چی میگه. یه فیلم منتشر نشده ای از خامنه ای، اون روز هم من براتون گفتم، در برخورد با مهندس موسوی، میر حسین موسوی که معاون این بود، نخست وزیر این بود و کسی بود که در زمانی که خمینی و حکومت اسلامی این همه آدم رو که در زندان محاکمه شده بودن، مجرم شناخته شده بودن، حالا داشتن جرمشون رو طی می‌کردن، یا 2 سال یا 15 سال یا 10 سال هر چی بود، حتی یعنی دادگاه انقلاب حکم داده بود، اینا برداشتن آوردن بیرون، کشتن بی سر صدا، بردن این برور دفن کردن که تمام دنیا صداش در اومد. و این ماجرایی بود که منتظری گفت گور پدر این ولایت فقیه، من جانشینی تو رو نخواستم، رفت کنار و تا آخر عمرش به اصطلاح حبسش کردن در خانه. ولی این موسوی احمق که من بهتون گفتم من دبیر ایران بودم با پسرامون، با همون پسرامون که دست فروشیم کردیم، اونم شده بود معلم، رفتیم توی یه برنامه که این آمده بود از تهران و میخواست صحبت کنه، اون موقع هم زمان اول انقلاب کار و اینا کم بود، هر کسی با 2-3 تا کار انجام میداد، بعضیا لاستیک از اینجا میخریدن میبردن اونجا میفروختن، یکی مینی کاشی میخرید میبرد میفروخت و اینها. این آمد و گفت که من به اون معلمی که از مدرسه که میاد مسافر کشی میکنه افتخار میکنم. اون موقع که مثل اوبر و اینا نبود که من سر راه هم مسافر سوار کنم، مسافر کشی کردن یعنی شما داری حق راننده تاکسی رو میدزدی، یعنی داری دستفروشی میکنی.
هر کسی هم برای خودش موجه میکنه. آقا من معلمم پول ندارم، دو تا مسافرم سر راه چی میکنم؟ تازه بعضی وقتا مننت میذارم، آقا این مسافر که وایساده اینجا گرما تاکسی نیست که بنزه کافی، من سوارش میکنم. این احمق بود، من به اونها افتخار میکنم. به پسر عموم گفتم بلند شو بریم، اینم یه گویه مثل اونای دیگه بمانه. حالا این آقا خامنه ای اتفاقا این فیلم رو حتما پیدا کنید نگاه کنید، یا میخوام براتون بذارم. میگه آقا این آقا اومد اعتراض کرد، گفت انتخابات تقلب شده. خب یه چیز معمولیه، ما هم گفتیم باش ول با بررسی کنیم. اونی که انتخابات برقرار میکنه طبق یه قراری که اولیش اینه که شما به ولایت فقیه باور داشته باشی، بعد از انتخابات هم میگه اگه شما قبول داری که این تقلب شده، باید طبق این مراحل بیای شکایت کنی. بعد ببینید این میرحسین موسوی چه کار کرده. بذارید من این فیلم رو توی فیسبوک براتون بذارم، چون اینجا دیگه میترسم از یوتیوب اینقدر چیز زیاد بذارم، میترسم مثل شاه دم ما رو بگیره و ما رو هم بندازه بیرون. اینم یک کم دوربینه رو اینجوری کردن که یعنی این فیلم رو مخفیانه گرفتن. من فکر نمی کنم مخفیانه چیزی گرفته باشن. این هم پیست و بله گذاشتم رو فیسبوک. این فیسبوک سوربی، بذارید بینم رو فیسبوک مردم تیوی. اصلا نمیدونم چرا ما رو نمیذاره شیر آن پیج و منیج، نمیذاره ما با شما مردم تیوی رو شیر کنیم، که دیگه ایبی هم نداره دیگه. داریم میریم تا سال 2019. اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم، ولی برمیگردیم چهارشنبه، برمیگردیم. خیلی خیلی دلخوش نباشید که سوربی میرود، آقای مینویی میرود، دوباره برمیگردن. گذاشتم اونجا، بذارید روی اینم براتون بذارم. چهارشنبه با شما خواهم بود و من امروز میخواستم یک نیم ساعتی بیام سلام و علیک و احوال پرسی، ولی ما ایرانی ها سلام و علیک و احوال پرسیمون حداقل چقدر طول میکشه؟ 90 دقیقه. حالا ببینم اینجا براتون گذاشتم، این رو برید نگاه کنید، گوش کنید ببینید چی میگه. خداییش گورو پدر هر دوشون، ولی درست میگه. میگه آقا آمدی اعتراض کردی، خب باید سب بدی. درست مثل اونایی که گفتن رأی من کو. آقای سهراب چمنارا نوشته رأی من کو. میگم آقا شما انتخابات شرکت کردی؟ میگه نه. میگم اگه شرکت نکردی که شما که یه مهندس مملکت هستی نمیتونی بگی رأی من کو. بذار اونایی که شرکت کردن بیان بیرون بگن رأی من کو، تا ببینن چند نفر خورده شده. بعدم بهشون میگن شما به کی رأی دادی، بفهمن چی شده. کارمون خیلی خرابه. برنامه رو سال 2009 شروع میکنم با امیدوارم جمله بهتر، نه اینکه کارمون خیلی خرابه. اگر یه روزی برسم به اون جمله ای که کارمون خیلی خرابه، قسمت دومش هم این باشه که درست شدنی هم نیست، ازتون خداحافظی میکنم و میگم شما رو به خیر، ما رو به سلامت، بریم دنبال کارمون. من نمیدونم این آقای سعید حبیب تاش دو تا چیز گذاشته یعنی چی. در صورت سال نو مبارک، منم به همه شما دوستان سال 2019 رو تبریک میگم و امیدوارم سالی بهتر باشه. بذارید یکی دو تا، یه دو دقیقه مونده. دیر بیداری وجدان، ببینیم این ویدیو رو دوباره زدم رو اون، اشتباهی ما رو برد اینجا. دیر بیداری وجدان این چیه؟ یک لحظه. آها، این برای اونایی که دلشون میخواد آمریکا بره ایران جنگ کنه. ببینید یکی از مسئولین جنگ، کسی که اون نوشته رو داد به اون کلونل یا کلون پاول، اون نه وزیر جنگ، وزیر دفاع آمریکا، و اونم رفت تو سازمان ملل خوند، الان آوردیمشون اینجا برای شما بگن که میگه من تشخیص دادم همه اینا دروغ بود و میگه من اشتباه کردم، ای کاش من اون روز استعفا داده بودم. همینجا با این ویدیو برنامه امروز، برنامه امسال رو به پایان میبریم. آقای مینوی امروز برنامه ندارن. روز چهارشنبه دو بعد از ظهر با شما خواهیم بود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. به امید روزهای بهتر و آینده روشنتر در انتظار شما هستیم. خبر از شما، خدمت از ما. صدای این رو هم براتون زیاد کنم. اسم این آقا یادم نیست ولی میگه کی هست و اینا. بله
probably pull the wool over the American people's eyes, and certainly over the international community's eyes. And so I felt pretty low about it. I wish I had resigned. دوستم میگه I wish I have resigned. من آرزو میکنم یا آرزو میکردم که استعفا بدم اون موقع. و دیدید جوانیش هم نشون داد این یکی از سران امور خارجه بوده. یعنی امور خارجه ما چی میگیم؟ وزارت امور خارجه و اینها. One of the things that disturbs me most about this. بله اسمش هم نوشت کلونل لری ویلکرسون استیت دیپارتمنت افیشال اندر جورج دبلیو بوش. استیت دیپارتمنت هم وزارت امور خارجه است. اینو رامزفیلد و اون کلونل پاول و اینا این کثافتی رو درست کردن که چند میلیون از میدل ایست حالا کشته شده، چندین هزار آمریکایی کشته شده و هیچ نوری هم در پایان این تونل دیده نمیشه. حتی این شالاتان گفت که من اینا رو برمیگردونم، فوری بهش گفتن مگه میشه، مگه میتونی. یه ویدیویی هست از جورج کارلین، جورج کارلین کمدیانه ولی درباره جنگ صحبت میکنه، میگه ما یه کشوری هستیم 200 سال تا حالا 10 تا جنگ 20 ساله را انداختیم. اینو یه کسی لینکشو پیدا کنه بنویسید جورج کارلین and US war in world، بذارین روی فیسبوک اینا رو نگاه کنید. آقای لطیف زمانی منتظر شما خواهم بود. دیگه صحبت نمیکنم. با امید دیدار. Is that the same tactics are being used as were used in 2002 and early 2003 with regard to Iraq. The same people, the same tactics, the same litany, the same strategy, the same everything. And yet there seems to be, as Gore Vidal called the American people, we are the United States of amnesia. There seems to be no reasonable attitude out there about this that, hey, we've seen this before. We do not need to do this again. We've been at war for 17 years now, but that's the problem we have in this country. No one remembers these things, no one associates them with the present or the future, and we keep repeating the same mistakes over and over again. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. When I listened to him present, I realized that the 6 days and seven nights that we'd spent preparing his presentation had not allowed me to look at the whole thing, to understand exactly what he was saying, particularly the part where he connected the 9/11 attacks, Al-Qaeda, the terrorist organization, with Saddam Hussein, which I and others in the intelligence community knew was a real stretch. So this was bogus information we were putting out at the United Nations, and Richard Cheney, the vice president, and George Tenet, the DCI, knew that it was bogus information and never told the Secretary of State. It was one of the lowest points, if not the lowest points, in my professional life. And Powell has said I shall ever be remembered for that moment at the United Nations talking about Iraq's WMD. I suspect he's right. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. This decision in 2003 to invade Iraq was, will be, ever interpreted by historians as a catastrophic strategic mistake. What we did when we invaded Iraq was violate 40 plus years of U.S. foreign and security policy. We destroyed the balance of power in the Persian Gulf. And we started what is going on now and probably will be going on for years to come, this massive chaos, killing, death, starvation, states failing and so forth, Syria, Libya, Iraq, and possibly Lebanon, maybe Jordan. What we had is chaos, and we produced that chaos. Just as sure as we produced the chaos, we produced ISIS. We produced all of this by that really unwise decision in 2003 to invade Iraq. The
campaign to convince the American people to support the war in Iraq, which was quite effective. And when you consider it was built on a house of lies, it was quite effective. Iran is not this kind of threat that we're saying she is. They don't even have nuclear weapons. Israel is sitting on top of 200 or 300 nuclear weapons. It may deny it all day long, but it's got nuclear weapons. So Iran does not have nuclear weapons. And in my consideration, it stopped trying to build nuclear weapons early in the 2000s. I think there's a real problem in this country right now with the fact that we've been at war for 17 years. Less than 1% of the country is bleeding and dying for the other 99%. Those young men and women come from the less affluent and the less educated. They come from the poor. That's who's fighting your wars for you right now. And there may be many people out there who will say, thank you for your service, but what you're really doing is assuaging your own guilt, because that's what we've been doing for 17 years. We need to stop doing this. As a young man, 21 years old, I went to war in Vietnam. I went to a war that was built on lies. As an older man, I was chief of staff at the State Department and watched another war built on lies, the war with Iraq. Now we are getting ready to go to war with another country, Iran, on another house of lies. We need to prevent that. هنوز هستم و فکر نکنید در رفتم. سال نو مبارک. اینم Happy New Year.